سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در کارگاه. باعث افتخاره که یک هفته دیگه در کنار شما هستم. من خیلی خوشحالم که این هفته هم باز ما کارگاه داریم، باز هم در کنار هم هستیم، میتونیم تلاش کنیم برای رشد فرهنگ سرزمینمون، برای کمک به آزادی سرزمینمون، برای حمایت از مردم سرزمینمون. و ببینم از دوستان کیا رئیس هند کردن. خانم اسعدی رو میارم بالا، در خدمتش باشیم. سلام استاد، سلام، سلام خدمتتون. صدا من به شما داریم؟ بله صدا واضحه. آره، بعضی دوستان متاسفانه صدا رو ندارن. فکر میکنم این در واقع آزارهایی که جمهوری اسلامی میده و باعث میشه که بالاخره کیفیت صدا و تصویر و اینا خراب باشه در داخل ایران و بچه ها فیلتر شکنه که استفاده میکنن. خانم اسعدی، معرفی کتاب یا فیلم؟ معرفی فیلم. کتابمو چون تمام نکردم بمونه برای هفته آینده. در خدمتیم با معرفی فیلم. من این هفته فیلم آن سوی تپه ها رو دیدم از کریستیان یه ذره صدا تون آهسته است، یه ذره شما هم صدا الان خوبه؟ آره آره الان خوبه. آره. این هفته فیلم آن سوی تپه ها رو دیدم از کریستیان مونجیو. اگه اشتباه نکنم قبلا پویا خازنه عزیز طی یکی دو جلسه در مورد منجیو کامل صحبت کردن. دومین فیلمی که از این کارگردان رومانی میبینم. فیلم قبلی که دیدم 4 ماه 72 روز که فیلم عالی بود، تو کارگاه هم صحبت شد در موردش. فیلم آن سوی تپه که سال 2012 منتشر شده، نمایشی هست از قرون وسطا تو دنیای تقریبا مدرن رومانی، جامعه‌ای که مردمش به تکنولوژی و علم روز دسترسی دارن اما تفکراتشون هنوز قرون وسطاییه. البته این تفکر شامل همه نمیشه، اون قشری رو در بر میگیره که خودشون نمیخوان از جهل و نادانی بیان بیرون. تو شروع فیلم دو تا دختر رو میبینیم که مشخصه بعد از مدت‌ها همدیگر رو دیدن. بعد میفهمیم که هر دوتاشون توی یه یتیم خونه با هم بزرگ شدن، هم اتاقی بودن. بعد بنا به شرایطی مجبور میشن از همدیگه دور بشن. یکی راهبه میشه، میره تو صومعه زیر نظر یک کشیش که حالا عبادات و اون امور مذهبیش رو انجام میده. یکی دیگه الینا که آلمان مهاجرت میکنه و اونجا کار میکنه. تا یه روز که الینا تصمیم میگیره برای بردن دوستش به آلمان بیاد رومانی و همدیگر رو میبینن. الینا عاشق دوستشه، عاشق ویکیتاست. نمیتونه اون تغییر و تحولای ویکیتا رو تو صومعه بپذیره. بعد برای آگاه کردن ویکیتا دست به هر کاری هم میزنه. خانم اسعدی، فکر کنم یه مدتی معرفی کتاب و فیلم نشتیم. اصلا قرار نیست که شما کردم. مثلا داستان فیلم رو تعریف کنیم. من خیلی اتفاق متاسفانه میبینم خیلی کاری که باید بکنی یه پلات کلی از فیلم که مثلا بیشتر از 10 دقیقه اول فیلم رو هم لو نده، کتاب هم همچنین 10%. ما یه پلات کلی میگیم، مثلا میگیم که ماجرای یک نمیدونم دو تا دوستن که مثلا اینجوری. چیزی که بیشتر راجبش صحبت میکنی ویژگی مثبت کاره، ویژگی منفی کاره، کارگردان کاره، کارهایی که قبلا ساخته، بعد بازی در نکته در مورد بازی های فیلم، نکته حاشیه‌ای در مورد فیلم، اگر در مورد ژانر فیلم، محتوای فیلم، در مورد اینها صحبت می‌کنیم. اصلا نه شما دوستانه که در کارگاه حضور دارن داستان فیلم و کتاب رو میگم. مثلا الان مثلا می‌خوایم شازده کوچولو رو بگیم، مثلا اینجوری کتاب رو معرفی می‌کنیم. داستان شازده کوچولو در واقع یک داستان تمثیلیه در مورد یک پسر بچه‌ای که از سیارکش به زمین اومده و یک رابطه عاطفی رو با یک مردی که هواپیماش سقوط کرده در اونجا آغاز میکنه، که البته این داستان کاملا جنبه نمادین داره، پر از اشارات و تمثیل هاست. بعد مثلا جایگاهش در دیگه بیشتر از این راجع به داستانش صحبت نمی کنیم، راجع به اینکه چه جایگاهی در ادبیات فرانسه داره، ترجمه هاش، در مورد ترجمه‌اش به فارسی، نکته های مثبت کتاب، نکته های منفی کتاب، میدونی مثلا این چیزا، وارد جزئیات نمیشیم. مرسی ازت. چشم چشم. حالا بخوام کلی بگم، توی
این فیلم مشکلات یه جامعه اقلیتی از رومانی رو میبینیم که با اون تفکرات سنتی و مذهبی تلفیق شده. تو فیلم قبلی که دیده بودم به مشکلات قانونی حکومت رومانی نقد شده بود. بعد توی هر دو تا فیلمم دو تا زن نقش اصلی رو بازی میکردن. بعد یه نکته دیگه که اسم فیلم ها رو من خیلی دوست دارم، یعنی با محتوای فیلم خیلی میخورد توی هر دو مورد. یکی از موردهایی که تو این فیلم خیلی دوست داشتم، حالا جدا از اون موضوع جذاب و بازی هنرپیشاش، مخصوصا راهبه های تو سومه، فرم راه رفتنشون، قوس کردنشون، اینا فیلمبرداری فیلم بود. دوربین روی تصاویر زوم کرد که حالا فیلم درست طولانی بود، شاید مثلا اون طولانی بودنش خسته کننده باشه، اما همون صحنه هم به نظر من جذاب بود. در کل فیلم خوبی بود، دوست داشتم دیدنش، هم پیشنهاد میکنم. ببخشید استاد بابت صدایی که از بالا میاد، یه صدای موزیکی میاد پخش میشه تو محیط، ببخشید. عزیز من، این قربان مهر و لطفتون، مرسی از شما، مرسی که در هر شرایطی در کارگاه حاضری و حتی وقتی همسایه ها مزاحمت ایجاد میکنن، مرسی. ببخشید. نه ما صدای مزاحمتی نداشتیم خوشبختانه، برای ما به گوشمون صدایی نمی اومد. خب خانم اسعدی رو بفرستم پایین. مرسی از معرفی فیلم خوبشون. نفر بعدی در خدمت پویا خازنی، چون اشاره هم به پویای عزیز شد که فکر کنم فیلم های منجیو رو قبلا معرفی کرده بود داخل کارگاه، فکر کنم الان خوبه که بیاد خودش و کتاب یا فیلم رو معرفی کنه. سلام جناب خازنی، ما صداتون رو نداریم، حالا نمیدونم باید بریم بیرون برگردی، یک ترفندی باید بزنی با این کلاب هاوسی که همیشه باعث آزار و مشکله. تا آقای خازنی بیاد من یه بار دیگه اشاره کنم، اون علامت که شبیه ملکول سه تا دایره است با دو تا خط به هم وصل شدن، اون رو اگه بزنید میتونید که در واقع اتاق رو به اشتراک بگذارید تا دوستان دیگه هم تشریف بیارن. من رو دارید دکتر جان؟ بله بله در خدمت هستیم، خوش اومدید. کتاب یا فیلم؟ زنده باشید. من اگر اجازه بدید یه فیلم میخواستم معرفی کنم خدمتتون. در خدمتیم. زنده باشید. من میخواستم یه فیلم معرفی کنم از شوانک مایر، در واقع کارگردانی که بیشتر به استاپ موشناش در واقع شناخته میشه و شاید تو عالم سینما، فیلم های سینمایی کمتر شناخته شده باشه و بیشتر اون سگانه فود که داره، صبحانه، نهار، شامی که به قولی یه سگانه تشکیل میده، جزو یکی از معروفترین آثار این کارگردانه که به عنوان یکی از خدایان به قولی عالم انیمیشن و تکنیک استاپ موشن شناخته میشه. من حالا یه فیلم بلند از ایشون دیدم به اسم لوناسی یا همون جنون، محصول سال 2005 هست. کارگردان هم اهل چک. کارگردان کلا فضای منحصر به فردی داره دیگه. صدا فکر کنم قطع شد، نمیدونم پویا جان خودت هستی یا نه، فکر کنم پرد شدی بیرون یا صدا قطع شد. اینترنت ایران متاسفانه بسیار خب، فکر کنم قطع شد. الان پویا جان الان صدا تو میتونی وصل کنی؟ الان میکروفونت بسته است. خب ما فعلا صبر میکنیم تا پویا عزیز بیاد و این کار از سینمای چک. کلن پویا در زمینه سینمای اروپای شرقی فیلمای خیلی خوبی رو توی معرفی کرده. حالا یان شوانک مایر هم که خب یه هنرمند معروف چکی هست که همونجوری که گفته خیلی توی تکنیک استاپ موشن معروفه، کاره که ساخته کاره مطرحیه و تحت تاثیر هم قرار داده خیلی از کارگردانه مطرح جهان رو، نسل بعد از خودش رو، که حالا میتونید فیلم های قبلیش هم ببینید، آلیس، فاست و کار دیگه کرده. جنون همونجور که گفت کار یه فیلمی هست از سال 2005ش ما گذاشته جان. پویا چون الان صدات وصل شد، خب ما متاسفانه پویا رو صداشو کماکان نداریم.
من یکی دیگر دوستان رو میارم بالا تا برای معرفی کتاب و فیلم در خدمتش هستیم و بعد حالا اگر صدای پویا درست بشه در خدمتش هستیم. جناب سلیمانی رو من میارم بالا. سلام جناب سلیمانی. درود بر شما جناب موسوی، وقتتون بخیر باشه. قربان شما عزیزین، در خدمتتون هستیم. جناب سلیمانی، سلام کتاب یا فیلمی هست که بخوایم برای ما معرفی کنیم استفاده کنیم؟ بله، من یک کتاب رو خیلی مختصر معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم به دوستان. بسیار عالی. این کتابی که میخوام معرفی بکنم از طاهر بن جلون هست که نویسنده و شاعر و نقاش فرانسوی، احتمال زیاد دوستان با آثارشون یا با اسمشون با رویکردهای سیاسیشون آشنا هستن. کتاب یک کتاب جمع جور و کوچولو، در یک نشست یا دو نشست میشه خون. تأدیب اسمش هست، در واقع یک جور شرح حال رمان شرح حال گونه یا شرح حال رمان گونه است. عنوان روی جلدش در ترجمه فارسی هست تأدیب، روایت یک تحقیر. چاپ سومش الان دست منه، آقای محمد مهدی شجاعی این رو ترجمه کرده. ترجمه های ایشون بسیار روان هست، دستکم من که ادبیات خوندم ادبیاتش رو میپسندم و مسلط به کارش. از فرانسه ترجمه میکنه، گویا باشه. سلام هست جناب موسوی، نوار قرمز دارم. صداتون یه جاهای قطع میشه، اما خوشبختانه صداتون تقریبا شنیده شد و در واقع تا حدی بچه‌ها فقط متوجه شدن، یکی دو جا یه چند ثانیه قطع شد. الان ما صداتون رو داریم. بسیار خوب، از الانش مهمه چون اونها معلوم نیست پرت و پلا گفتم. میگه که در معرفی این کتاب ناشر آورده که مراکش سال 1965 درست در روزهای اوج دیکتاتوری سلطان حسن دوم 94 دانشجوی دموکراسی خواه به دلیل شرکت در تظاهراتی مسالمت‌آمیز دستگیر می‌شوند. 19 ماه زندان و انواع رفتارهای تحقیرآمیز بر سر آنها آوار می‌شود. طاهر بن جلون یکی از این دانشجوهاست. روایتگر زنده این زندان از جوانانی می‌گوید که جرمشان خواستن کمی دموکراسی است. اما حکومت نه تنها آزادی را از آنها دریغ می کند که می خواهد انسان بودن را هم از آنها بگیرد. بعد یک نقل قولی، من راستش نمیدونم از یه مجله یا از یک شخصی اکتوالیته، از اونجا نقل میکنه یا از این آدم یا از این مجله، میگه که گویی مستقیم از 1001 شب بیرون آمده است. طاهر بن جلون قصه گوی شرقی ملت ماست، انگار بر فرشی نشسته است، دشتاشهی بر تن دارد و کلاهی سرخ بر سر و زیر آسمانی پر ستاره و کنار آتش هیزم ها برای من قصه میگوید. در تأدیب طاهر با زبانی ساده و شیوا یکی از سیاه ترین فصل های زندگی خود را برای من نقل میکند. 19 ماه در اردوگاهی زندانی بوده است. خب ببینید، برای اینکه با رمان و یا دست کم ترجمه رمان یکم آشنا بشید، من یکی دو تا پاراگرافش هم براتون میخونم. وسط رمان من همینجوری باز کردم، تیتر داره چون خاطره گونه هست، زندگی روزمره عنوانشه. دستور میدهند جیب های لباس هایی را هم که تازه تحویل گرفته ایم بدوزیم. این قسمت رو دقیقا تقدیم میکنم به شما آقای دکتر موسوی. نخ و سوزن پخش میکنم، جیب هایم را میدوزم، قبل از اینکه بدوزم شعر هایم را سر میدهم توی جیب ها. جاساز خوبی است، در خیاطی ماهر شدم، در چشم به هم زدن جیب ها رو میدوزم. بچه ها شلوار هایشان رو در میآورند من بدوزم. صلاح اسم یک شخصه، قول میدهد امشب رادیو رو برایم بیاورد. یکی دیگر یک بسته بیسکویت میدهد، بیسکویت ها رو از چوپانی خریده است که دور میدان میچرخد. سیم خاردار هست اما گاهی میآید این طرف، به او پول میدهیم و او هم برایمان خردریز های میآورد. بازرسی فرمانده باید سرمان از ته تراشیده شده باشد، جیب ها دوخته و سر و وضعمان مرتب باشد. از بین صف ها می گذرد و چوب دستش جیب ها را چک می کند که درست و سفت دوخته شده اند یا نه. اگر چوب در جیب برود دو ضربه محکم می خورد به پس گردن سرباز
و چه ضربه هایی با سر چوب دستش کلاه هم را پس می زند. خب این تکه بود از این رمان. از همین مترجم یک کتاب دیگه ای از طاهر بن جلون ترجمه شده با نام عسل و حنظل، که این هم چاپ سومش این نشون میده که به هر حال در این وانفسای کتاب و این چیزها در ایران این خونده شده. روایت تلخی هایی است که بر سر زنان عرشبت که مراکش آمده است. متشکرم. ممنونم، مرسی از معرفی این کتاب های بسیار خوب. واقعا کتاب تأدیب مخصوصا تو این روزها که حالا میدونم خیلی از شما، خیلی از بچه هایی که الان حاضر هستن، حالا من لزوم نداره که اسمشون رو ببرم، شاید اصلا علاقه نداشته باشن، ولی بچه که الان در کارگاه هستن تجربه زندان دارن، تجربه بازداشت دارن و واقعا خیلی میتونن همزاد پنداری کنن و لذت، حالا تلخی لذت هر دو یه مدار آمیخته است، بتونن از این اثر ببرن. مرسی از معرفی طاهر بن جلون که حالا نویسنده هم هست که ما خوشبختانه با وجودی به زبان فرانسه می نویسه، ولی کتاب های زیادی ازش رو ترجمه کردن به فارسی. حالا همونجوری که گفتن دو کتاب رو نام بردن، کتاب تأدیب و عسل و حنظل که محمد مهدی شجاعی ترجمه کرده، نشر برج. کتاب دیگه هم هست، نشر مروارید، نشر چشمه، از این نویسنده ترجمه کردن. میتونید حالا شما خودتون تهیه کنید، لذتش رو ببرید. ممنونم از ایشون. خب جناب خازنی، شما میکروفونتون وصل شد، با در خدمت شما باشیم. دکتر جان صدای من رو دارید؟ بله بله الان صداتون داریم. اگر معرفی تو از اول بکنی فکر کنم بهتر باشه. بروی چشم، ببخشید من نتم واقعا داره اذیت میکنه. دیگه این دیگه درده، فکر کنم تنها چیزی باشه که هیچکی از مردم ایران در واقع شاکی نشه، چون همه درک میکنن و غم و رنج مشترکه. در خدمتیم. مرسی. من فیلمی که میخواستم معرفی کنم از یان شوانکمایر بود، کارگردان اهل چک، که بیشتر به خاطر در واقع انیمیشن ها و استفاده از تکنیک استاپ موشن هاش هست که معروفه. اون سگانه فود که داره، سگانه غذا که داره، صبحانه نهار شامش، شاید معروف ترین اثری باشه که شوانکمایر رو در بین عموم، حداقل حتی خارج از در واقع حوزه سینما بشناسن. اما فیلمی که از شوانکمایر دیدم من این سری، فیلم بلندی هست به نام جنون یا همون لوناسی که در واقع عنوان فیلم هست. محصول سال 2005. فیلم در آغاز به قولی متفاوت از دیگر فیلم ها ظاهر میشه. در ابتدای فیلم ما خود کارگردان رو میبینیم که به صورت بی پرده خودش در صفحه نمایش حاضر میشه و توضیحاتی رو در مورد فیلم میده، اینکه هنر مرده است و هنر الان فقط در حوزه تبلیغات داره معنا پیدا میکنه، که در واقع فقط تشدید کننده خودستایی آدم هاست و اینها، و این اثر خودش رو هم به عنوان یک اثر هنری معرفی نمیکنه. از دوتا آدم هم اسم میبره که کار تقدیم میشه به اونها، یکی ادگارد آلن پو و دیگری مارکی دوسات هست، که میگه زمینه این رو فراهم کردن که بشود در مورد بعضی چیزها رک و پوسکنده و بدون پرده صحبت کرد و این فضا رو در واقع فراهم میکنه. فیلم در واقع میشه گفت که همونطور که توضیح اول فیلم هم میاد و توی خلاصه هم اومده، در مورد یک دیوانه خانه که یک آسایشگاه روانی که در اون ما با دو نوع رفتار مواجه هستیم. رفتار اول اعتقاد به آزادی مطلق داره و رفتار دوم اعتقاد به در واقع محدودیت بیش از حد و همون چیزی که مثلا افرادی مثل فوکو تحت عنوان مراقبت و تنبیه ازش یاد میکنن. و کارگردان از شکل سومی اسم میبره که میگه ملغمه ای از این هاست و این ملغمه همون زندگی ماست که داریم توش زندگی میکنیم، سراسر رنج، سراسر مراقبت و تنبیه و توامان آزادی. فیلم باز هم میشه رگه های شوانکمایر انیماتور رو دید. ما لحظاتی رو توی فیلم شاهد هستیم که به صورت استاپ موشن داره اجرا میشه، اجسام و اشیا مثل لباس، مثل گوشت در واقع دینامیک
هستند، حرکت دارن و جزئی از فرم فیلم در واقع قرار میگیرن. ما علاوه بر اون داستانی که توی یک دیوانه خانه داره اتفاق میفته، ما با یه سری گوشت های در حال حرکت مواجه هستیم که به صورت توامان داره یک معنایی رو به ما میرسونه و یه جاهایی در میان مرز خیال و واقعیت این گوشت ها میرسن به داستان ما و یه فضای منحصر به فردی رو ایجاد میکنه. شاید با دیدنش فضای ذهنی پازولینی توی در واقع سولو رو به خاطر بیاریم، همونقدر روک، همونقدر در واقع انتقادی. البته که به نظر من در واقع لایه های شاید بیشتری توی این فیلم بشه پیدا کرد، چون که واقعا از جنس هنره، یعنی چه تصاویر که داره نمایش داده میشه، چه جنس داستانگویی که داره، همه به نظر من از جنس فیلم، از جنس داستان هست و شاید نشه گفت، در عین اینکه خود کارگردان معتقد هنر نیست و شاید داره ضد هنر کار میکنه، اما توی کانسپت هنر بشه گنجوندش، بشه داستانگوییش رو پذیرفت و به عنوان داستانگویی در واقع بهش نگاه کرد. داستان فیلم کلن اون دو نگاه، همون آزادی مطلق یا مراقبت و تنبیه رو پیش میگیره و ادامه پیدا میکنه. فضای منحصر به فردی بود، فکر میکنم یه چیزی اولاشه 2 ساعت زمان فیلم بود، یک در واقع شاید گفت فیلم ژانر ترسناک در واقع آمیختگی با فلسفه، چیزی که ما درش معناها دوباره انگاری اون شکل پیشین خودشون رو از دست میدن و شکل جدیدی به خودشون میگیرن و در ساحت تفسیر در واقع وارد میشن. ارجاعات زیادی داره به آثار خود در واقع آلن پو که ادای دینی هم شده بهش، میشه به ارجاعات تاریخی، ارجاعات مذهبی، در واقع رسوم و شیوه های آیینی مذهبی خیلی ارجاع داره فیلم. علاوه بر این که به قولی میشه گفت فیلم هنری به حسابش آورد، سرگرم کننده هم هست، یعنی به لحاظ بصری هم طوری نیست که ما در کل فیلم به قولی شاهد فقط معنا باشیم و اون شکل لخت اجسام. به نظر من داستانگویی فیلم و در واقع وجوه بصری فیلم به شدت گیرا هست و تلفیقش با اون حالت در واقع استاپ موشن یه در واقع فضای فانتزی و سورئالی هم به اثر بخشیده که فکر میکنم باعث میشه که زمان نسبتا زیاد فیلم، حالا 2 ساعت زیادم خیلی نیست، در واقع برای ما تحمل پذیر باشه و کشش کافی رو داشته باشه. من فیلم رو توصیه میکنم، فکر میکنم دیدنش فضای جالبی داشته باشه به کسایی که حالا با آثار مارکی دوستات و در واقع فضاهای اینچنینی، ویلیام باروز، یعنی توی همچین فضاهایی داره جستجو میشه، اینها داره، فکر میکنم که فیلم جذابی باشه. و کلن هم آثار شانکمایر خب خیلی منحصر به فرد و جذابه، من فکر میکنم که دیدنش خالی از لطف نباشه. ببخشید اگر طولانی شد. مرسی. یه نکته به یک کار خیلی مشهور شانکمایر اشاره کردی، فود یا غذا، که یک کار فیلم کوتاهیه که فکر کنم 17 دقیقه هم بیشتر نیست. در مورد اون کار مثلا صحبت کن، چون اگر دیدیش مثلا، چون من خودم ندیدم اون کار رو، اگر دیدیش مثلا، چون اون کار میگم کاری که خیلی سر صدا کرد و تاثیرگذار بود، اونم اگر معرفی کنی یا نه جلسه بعد اگر آماده نیستی. میشه معرفی کرد. سگانه یه که به قولی میگم 3 وعده غذایی رو گویی داره به تصویر میکشه، یک حالت مکانیزه به انسان ها بخشیده شده، از در واقع تکنیک استاپ موشن و پیکسلیشن استفاده شده برای در واقع ساخته شدنش و در عین اینکه فیگورهای انسانی هستن، تمام اجسام و اشیا چیزی زایده ذهن نیست و همون چیزهایی هستن که روزمره داریم باشون مواجه میشیم. و خصوصیت شانکمایر اینه که یک ویژگی روزمره و عادی رو بگیره و اون رو دوچار خدشه بکنه، دوچار در واقع فروپاشی بکنه و در این فروپاشی شما در واقع شاهد هنر در واقع تراز اول این کارگردان باشین. فود یه سگانه یه که داره در مورد غذا صحبت میکنه، جایی که انسان همه چیز رو میخوره، یعنی
میخوره میخوره و اون ولع سیری ناپذیری که به قولی داره از اجسام، اشیا، اعضا و جوارح بدن و همه چیز. من فیلم رو متأخر ندیدم، یعنی فکر کنم که حداقل یک سالی از دیدنش گذشته باشه، یک بخشی از جزئیاتش شاید یادم رفته، ولی فکر میکنم که کلا فیلم جالبی باشه، کوتاه هم هستش. برای شناخت فضای ذهنی شوانکمایر میشه اون رو دید و خیلی هم کیس جالبیه، خصوصا توی پژوهش هنر و در واقع مسائلی که با بدنمندی در ارتباط هستن. شوانکمایر دقیقا یکی از اون کیس هایی هست که در واقع فضای بین رشته جامعه شناسی، هنر و سینما مورد تحقیق قرار میگیره، به واسطه اینکه هر آن چیزی که در تصویر در واقع جلوی دوربین شوانکمایر قرار میگیره یک بدنی داره و این بدن حالا حقوقی داره، این بدن نیازهایی داره و از همین چیزهای روزمره که شاید از چشم ما دور هست در واقع فضای هنری شوانکمایر خلق میشه. حالا اگر که چیز باشه من باز سعی میکنم که بیشتر در واقع جلسات بعدی فود رو هم یک بار دیگه خودم نگاه کنم و شاید حتی یک فیلم دیگه ای از شوانکمایر رو و بتونم یه چیز اجمالی هم از در واقع فضای ذهنی و فضای سینمایی شوانکمایر بدم، حالا مثل همون کاری که در مورد مونکیو یا مونکیو کرده. خیلی هم عالیه، پس ما هفته بعد منتظر شما هستیم. زنده باشید، من در خدمت شما هستم. خب ما نفر بعدی بریم سراغ روشنک آرامش عزیز، در خدمت شما هستیم. دوستانی که اومدن کار بخونن، ما دو سه نفر دوست دیگه هم فیلم و کتاب معرفی میکنن، بعد میریم سراغ خانش آثار و نقد آثار. حالا یه ذره صبور باشین، اون بخش هم میرسه، در خدمتتون هستیم. خانم آرامش در خدمتتون. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. کتاب یا فیلم؟ با اجازتون یه کتاب میخوام معرفی کنم که البته یه مجموعه داستانه از خانم غزاله علیزاده که قبلا هم تو کارگاه در موردشون صحبت کردیم، تقریبا زیادم صحبت کردیم. من هم که غزاله علیزاده، خب هممون به عنوان یکی از نویسنده های بزرگ بله. پس از انقلاب میشناسیم که متاسفانه خیلی زود میگم از پیش ما رفتن و آثار کمی از ایشون باقی مونده، ولی همون آثار کمشون هم جز آثار تاثیرگذار 30-40 سال اخیر سرزمینمونه. در خدمتتون هستیم. بله درسته، من یه مجموعه داستان دارم ازشون میخونم به اسم دو منظره و داستانهای دیگر. اما خب الان من اون چیزی که میخوام داستانی از این داستان، یعنی این مجموعه رو انتخاب کردم، چون هر کدوم از داستاناشون رو که بخوایم در موردش صحبت کنیم واقعا خیلی طولانی میشه. من داستان دو منظرش رو انتخاب کردم از این داستان که به شکل یه کتاب جدا، یه کتاب کوچیک، رمان کوچیک هم گویا چاپ شده. داستان دو منظره به نظر من در مقابل، یعنی حالا بقیه کاراش کمتر در موردش صحبت شده، در صورتی که داستان خیلی قوی و خیلی خوب و جالبیه. من خیلی در مورد این داستان میتونم بگم مثل بیشتر از کارهای خانم علیزاده خیلی ایجاز توش بود و اون ایجازها رو خیلی دوست داشتم. حتی ایشون یه نگاه خیلی خاصی دارن به همه مسائل و اون نگاه بدون قضاوت خانم علیزاده همیشه بر من جذاب بوده. دو منظره روایت داستانی خیلی درخشانیه، یه کمی هم شاعرانه است. حالا من میگم شاعرانه چون یه تعابیر قشنگی توشه، مثلا یه جا میگه زوال نرم نور، یه جا میگه هوای تار عصر. اینا به چشم من خیلی قشنگه و این باعث میشه که بیشتر بخوام داستانو بخونم و ادامه بدم. شخصیت اصلی داستان یه آقای جوونیه به نام مهدی که توی شهری کوچیکی از حالا استان
خراسان به دنیا اومده و اونجا بزرگ شده و حالا بعد برای درس خوندن و دانشگاه میره مشهد و اتفاقایی که توی زندگی آقای مهدی میفته این داستان و خانم علیزاده اومده روایت کرده و این روایت از زبان یک زن واقعا شگفت انگیزه، چون وقتی که این داستان رو میخونی متوجه میشین که چقدر ایشون تونسته قوی و اون همه مثلا جالب و جذاب زوایای پنهانی روح یه مرد رو بیاره و در مورد صحبت کنه و اینقدر قشنگ نشونش بده و به تصویرش بکشه. ما تقریبا تا آستانه سالخوردگی زندگی مهدی رو میخونیم توی این داستان و داستان یه داستان معمولیه، آدم ها معمولین و هر واقعی که اتفاق میفته یه واقعی معمولیه، خیلی ملموسه، انگار ما داریم مهدی رو زندگی میکنیم توی این داستان. اما همه این روایت های معمولی ما رو دارن به سمت روایت ماندگار میبرن، یه چیزی پس داستان هست. حالا قسمت های سیاسی و تاریخی ماجرا رو سعی کرد به حاشیه ببره، یعنی خیلی کوتاه در موردشون صحبت میکنه، اینکه بدونیم ما در چه زمان تاریخی هستیم یا از نظر سیاسی چه روندی هست، ولی در واقع به نظر من بستر اصلی که داستان توش اتفاق میفته همون تاریخ و سیاستیه که این داستان درش شکل گرفته. مهدی خب یه آدم معمولیه مثل همه آدم های معمولی دیگه، کمبودها و کاستی های خودشو داره و اون با اون کمبودها و کاستی ها توی انزوای خودش مواجه میشه و احساس حقارت میکنه و ما این روند رو خیلی قشنگ توی کودکیش میتونیم ببینیم، توی نوجوانی، بلوغش و همین جور تا میانسالیش ما میتونیم تمام این روایت ها رو اون قدم به قدم باهاش پیش بریم. ولی حالا این انزوا برای مهدی قدرته، یعنی خودش این احساس رو میکنه که چون آدم منزویه، آدمی که با دیگران فرق داره و این باعث تفاوتش از دیگران میشه. در واقع خانم علیزاده گذاشتن مهدی نقش خودش رو بازی کنه و ایشون روایتش کنن. نگاه قضاوتی که دارن به ماجرا خیلی جذابه. صحنه هایی رو که مثلا مهدی میبینه، مثلا از پنجره داره یه صحنه رو تماشا میکنه، همون یه صحنه رو برای ما مینویسه، اجازه کلامش در این حده، بیشتر توضیح نمیده، یعنی ما داریم اون نگاه اون روایت رو میبینیم و میخونیم. به نظر من غزاله ایجاز رو خیلی خوب توی این داستان پیاده کرده، خیلی توصیف‌های کوتاه و جذابی داره. مثلا اومده کودتای 28 مرداد رو توی دو تا خط گفته، اولین تجربه جنسیشو توی یه نیم خط گفته و دیگه اینکه توصیفش از آدم‌ها معمولا تو یکی دو کلمه است و با اون یکی دو کلمه تونسته اون قسمتی از اون آدم رو که توی اون داستان بهش اشاره میشه خیلی قشنگ پوشش بده. یه جمله میگم که بعد تموم کنم صحبتم و به نظر من، یعنی این نظر من بود از خوندن این داستان، که فکر اصلی خانم علیزاده تو این روایت زوال و فروپاشی یه شخص و از این شخص میخواد به فروپاشی یه ملت برسه. این برداشت من از این داستان بود. مرسی از وقتی که به من دادی. ممنونم خانم آرامش عزیز از معرفی مفصلتون. ما درباره خانم غزاله علیزاده قبلا مفصل صحبت کردیم توی کارگاه، معرفیشون کردیم، فاطمه علیزاده متخلص و غزاله علیزاده، حتی در مورد حواشی که با ساخت اون فیلم در واقع مستند در مورد شهید آوینی درباره ایشون بود و اینکه در واقع رابطه عاشقانه غزاله علیزاده و مرتضی آوینی چجوری بوده، کی عاشق کی بوده، چه اتفاقی افتاده،
حتی در مورد این موضوع حواشی هم صحبت کردیم، ولی اگر در واقع غزال علیزاده رو بخوایم بشناسید، حالا داستان کوتاهش رو که حتما باید بخونید، ولی مجموعه داستانهاش رو و خانه ادریسی ها که رمان دو جلدیشه که خب یکی از معروفترین کارهاشه و مهمترین کارهاشه. مرسی از شما خانم آرامش از معرفی مفصلتون. خب بریم سراغ دوست بعدی، خانم خازنی، در خدمت شما هستیم. ما یه ربع دیگه معرفی کتاب و فیلم داریم و بعد میریم سراغ خانش آثار. سلام، صدای من هست؟ بله بله در خدمتتون هستیم. متشکرم. با اجازهتون میخواستم یک فیلم معرفی بکنم. در خدمتتون، معرفی کنید. خواهش میکنم. میخواستم فیلم تار رو معرفی کنم به کارگردانی تاد فیلد، محصول سال 2022 آمریکا. بازیگرهاش، یعنی بازیگر اصلی فیلم خانم کیت بلانشت هست و حالا نوامی مارلند و حالا دیگران، ولی کلیت داستان حول شخصیت خانم کیت بلانشت میگرده که در نقش شخصی به نام لیدیا تار در واقع ظاهر شده. اول فیلم آدم فکر میکنه که این فیلم یک بیوگرافیه، ولی وقتی که پیش میره متوجه میشیم که شخصیت لیدیا تار که توی این فیلم یک موزیسین و رهبر ارکستر معرفی میشه، اصلا این شخصیت وجود خارجی نداره. عملا میتونیم بگیم که فیلم 100% شخصیت محوره و در واقع تمام روایت حول یک شخصیت مرکزی میچرخه. چون ما این آدم رو نمیشناسیم در دنیای واقعی، کارگردان اومده حدود 17-18 دقیقه ابتدای فیلم رو پرداخته به معرفی شخصیت لیدیا تار ته یک مصاحبه‌ای که یعنی ایونتیه که در واقع مصاحبه‌گر که از هفته‌نامه نیویورکر هست و یعنی یک آدم واقعیه، میاد با لیدیا تار صحبت میکنه و حالا افتخاراتش رو، دستاوردهاش رو معرفی میکنه و اینجا ما میفهمیم که خب لیدیا تار یک موزیسیان مثلا خیلی بزرگه. خانم بلانشت خیلی بازی فوق‌العاده‌ای داشته و اصلا علت این که من خواستم این فیلم رو معرفی کنم به خاطر همین مسئله است. میمی که صورت سرد و کاملا خشک و یک در واقع آدم بیرحم و مستبد و یک زن دارای اعتماد به نفس زیاد، خودشیفته و البته دیوانه روی استیج، حقیقتا بازی خیره کننده ای رو به نمایش گذاشته. البته ظاهرا تاد فیلد به صراحت گفته که فیلمنامه رو فقط و فقط به خاطر بلانشت در واقع نوشته و اگر اون پیشنهادش رو نمیپذیرفته اصلا قرار نبوده چنین فیلمی ساخته بشه. به نظر میاد که این ادعای غلطی هم نباشه، چون کلا کارگردان کمکاریه. فکر میکنم که این سومین فیلمش باشه برای کارگردان مثلا 58 ساله، فکر میکنم که کمکار محسوب بشه. داستان و روایت فیلم، یعنی اون ایده مرکزی فیلم، در مورد ماهیت فاسد قدرته و خب کار جالبی که تاد کرده اینه که این نظم پذیرفته شده در رابطه با این قضیه رو شکسته. منظورم اینه که عموماً اهرم قدرت و استفاده از اون برای آزار و مثلا سوء استفاده جنسی و اینها به اشتباه یک امر صرفا مردانه تلقی میشه، اما تا اومده با تغییر دادن جنسیت این ایگوی قدرتمند و در واقع حالا خانم لیدیا تار، این ذهنیت رو توی این فیلم شکسته. و از یه جنبه دیگه هم که نگاه کنیم، به خاطر اینکه حالا خانم گرایش جنسی متفاوتی نسبت به حالا اون چیزی که در عموم پذیرفته شده داره، جلوی تنزل مسئله رو به یه سری دعواهای خاله زنکی و عمو مردکی گرفته. به لحاظ درون‌مایه فیلم توی لایه‌های عمیق‌ترش به گفتمان حالا جنبش
که به اسم جنبش میتو معروف شده و مباحث مناقشه برانگیزی مثل جدا بودن یا نبودن هنرمند از اثرش اشاره میکنه. من کلیت فیلم دوست داشتم، علل خصوص عرض کردم بازی خانم بلانشت رو، و 100% پیشنهاد میکنم که دوستان این فیلم رو توی لیستشون قرار بدن، خالی از لطف نیست. ممنونم از شما خانم خازنی عزیز، مرسی. من متشکرم. تشکر میکنم. فیلم 2022 هم هست، فیلم جدیدی هست و فکر کنم همتون دسترسی داشته باشید بتونید ببینید. الان هم دوستانی که خارج از کشورن رو پرده سینماها هست، میتونن برن در کشور خودشون به صورت زنده حالا تو سینما ببینن. بچه هم که ایران هستن از سایت ها فکر کنم قابل تهیه است، این فارسی هم تهیه شده براش و میتونن فیلم رو تهیه کنن. در مورد تاتفیلد بگم که تاتفیلد خب اوایل بازیگر بود، یعنی تو دهه 80 و 90 یه بازیگری بود که خیلی هم بازیگر مطرحی نبود، بازیگر خوبی بود ولی سوپر استار نبود. توی سریال‌های تلویزیونی بازی می‌کرد، چندین فیلم بازی کرده بود و بعد توی از سال 2000 به بعد سه تا فیلم کلاً ساخت و با همین سه تا فیلمی که ساخته بسیار مطرح شد. یعنی هر چقدر این آدم در زمینه بازیگری نتونست به اون جایگاهی که شاید حقش بود یا نبود، حالا من قضاوت نمی کنم، دست پیدا کنه، توی عرصه فیلمسازی تونست، با وجود که بسیار هم کمکار بود، میگم فقط سه تا فیلم ساخت، حالا حداقل من سه تا فیلمشو دیدم. یه دونه فیلم 2001 ساخت، این The Bedroom، که جایزه برد، چندین جایزه برد. بعد 5 سال بعد با فاصله 5 سال فیلم لیتل چیلدرن رو ساخت، یا در واقع بچه های کوچک. و این فیلم تار فکر کنم بعد سالها فیلمی بود که ایشون در زمینه فیلم بلند، البته فیلم های کوتاهی در این مدت ساخته بود، ولی در زمینه فیلم بلند تار رو فکر کنم بعد از 15 سال 16 سال ساخت و به قول خودش برای کیت بلانشت، و خب تونست بازی کیت بلانشت هم کاملا به چشم بیاد و فیلم موفقی باشه. مرسی خانم خازنی عزیز، بدون فوت وقت خانم عمو شاهی در خدمت شما هستیم. بس شدم. سلام خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. کتاب یا فیلم؟ سلام، صدای من میاد؟ بله بله در خدمتتون هستیم. کتاب یا فیلم؟ ممنونم. من میخواستم نمیدونم که فیلم معرفی کنم یا کتاب. هر کدوم تمایل دارین، آماده ترین هر کدومشو میخواین. خب من یه فیلم معرفی میکنم. در خدمتی. فیلم بازگشته یا The Revenant محصول سال 2015 که کارگردانش آلخاندرو گونزالس اینوریتو هست. البته شاید خیلی از دوستان دیده باشن. بعد که فیلم روایت یه گروه شکارچی پوست خز هستش که اینا به استخدام یه تاجری در اومدن و توی همون سکانس های ابتدایی فیلم میبینیم که این حالا این گروه شکارچی مورد حمله قبایل سرخپوستی قرار میگیرن و بعد راهنمای این گروه شکارچی هم یه مردی به اسم هیو گلاس هست که لئوناردو دیکاپریو نقشش رو بازی میکنه، که حالا توی این سفری هم که رفتن پسر هیو گلاس که با بازی لئوناردو دیکاپریو هست اونو همراهی میکنه توی این سفر. بعد که حالا روایت فیلم شاید با فیلم‌های دیگه ایناریتو خب متفاوت بود، که حالا از من از ایناریتو فیلم‌هایی که دیدم فیلم عشق سگی، 21 گرم، بابل، بیوتیفول و بردمن بود، که در واقع میتونم بگم که به خصوص حالا با 21 گرم یا عشق سگی یا بیوتیفول روایت و اون فرم روایت فیلم خیلی متفاوت بود، ژانر فیلم متفاوت بود و فیلم نامه که بر اساس رمانی به همین اسم و نوشته مایکل پانک هستش و توسط خود ایناریتو و مارک اسمیت نوشته شده و ژانر
فیلمنامه هم ژانر آنتی وسترن هستش و بعد اما خب محوریت فیلم میتونم بگم که بر پایه دو تا شخصیت اصلی یعنی هیو گلاس بود و یکی دیگه از شکارچیای گروه به اسم فیتزجرالد که که تام هاردی نقشش رو به عهده گرفته بود و در واقع بیشتر حول این دو تا شخصیت میگشت داستان فیلم. و بعد فیلمم خب میتونم بگم که پر از نماهای خیلی نماهای طولانی داشت، شات‌های طولانی داشت و از جنگل، رودخونه، نمیدونم از طبیعت بود خیلی و از کوهستان و برف و اینها بود و اتفاقاتی که توی فیلم میافتاد و اتفاقاتی که خیلی به نظر واقعی می اومدن، نمیدونم شاید به خاطر اون نماهای فیلم بود و ما احساس میکنیم که واقعا ما هم توی اون موقعیت ها قرار گرفتیم هم رو با شخصیت اصلی فیلم. و بعد میتونم بگم که بازی لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی هم از نقاط قوت فیلم بود. و بعد موسیقی فیلم هم که ساخته ریو ایچی ساکاماتو بود و آلوانوتو اگه درست بخونم، با اون سکانس‌های فیلم و اون فضای فیلم هماهنگی داشت. صحبتم تموم شد، ممنونم از فرصتی که بهم دادین. ممنونم خانم عموشاهی. من در مورد ایناریتو صحبت خواهم کرد، اول معرفی خانم اسدی رو هم بشنویم بعد در مورد جفتشون با هم صحبت میکنم. سلام، صدای من هست؟ بله بله، در خدمتیم. خسته نباشید. من میخواستم یه مستند معرفی کنم به اسم متولد اوین، اما مسئله اینه که مطمئن نیستم که قبلا توی کارگاه معرفی شده یا نه، یعنی خاطرم نیست توی این دوره جدیدی که دوباره داریم کار معرفی میکنیم. نمیدونم، شک دارم معرفی کنم یا کار دیگه رو معرفی کنم. من تا جایی که یادمه یکی از بچه ها متولد اوین رو معرفی کرد، حالا نمیدونم شما بودید یا یکی دیگه از دوستان. آها. ولی به خاطر دارم معرفی شده. معرفی شده. خب من یه فیلم معرفی میکنم، یه فیلم دیگه به اسم Lost in London یا گم شده در لندن که محصول سال 2017 هستش. ما وودی هارلستون رو معمولا خب به عنوان بازیگر میشناسیم، حالا شاید با اون فیلم مشهور قاتلین بلفتر خیلی ها بشناسنش، ولی یکی از جذابیت های یه ناشناخته ای که حداقل بر خود من داشت این بود که یه فیلم بلندم ساخته، یعنی از تهیه کنندگی و فیلم نامه تا کارگردانی رو خودش انجام داده و البته هم شاید هم خیلی کار سختی نباشه چون با الهام از در واقع رویدادهای واقعی زندگی خودش ساخته این فیلمو. البته که فیلم به نظر من فیلم زندگی نامه ای نیست، چون حتی اگر که این هنرپیشه رو هم نشناسی میتونید تا حدی با فیلم ارتباط برقرار کنیم. توی فیلم ها یک شب خیلی سخت و پر از اتفاقای بد از زندگی این بازیگر رو میبینیم توی لندن که حالا یه سری اتفاقهای بدی براش میفته و ما در واقع بیننده و دوربین این آدم رو توی اون شرایط بد دنبال میکنند و چیز جزئی تری هم نمیخوام دربارش بگم که اسپویل بشه، ولی خب مسئله اینی که فرقی نمیکنه که به نظر من به عنوان بازیگر از قبل بشناسیمش یا نه، چون برای مخاطبی که با وودی و کاراش ناآشنا هم میتونه فیلم جذاب باشه، ولی اگر که این بازیگر دوست داریم، کارهای دیگه‌اش رو دیدیم، برامون آدم جذابیه، خب کلیت کار مسلماً جذاب‌تر هستش. فیلم خیلی نیمه اولش خیلی در واقع هم ریتم بهتری داره، کشش داستانی خیلی خوبه و اون سیر اتفاقات و چینششون در واقع جذاب هستن، یعنی فیلم از نفس نمی‌افته. ولی هرچی که نزدیکتر میشیم به نیمه پایانی، اولا که اون کششه از دست میره، یعنی دیگه دست فیلم برد رو میشه که چی خواهد شد و خیلی خسته کننده میشه و ریتمش هم ریتم کنتری میشه. حالا شاید متناسب با داستان باشه، ولی به نظر من این خسته کننده بودن نقطه ضعف فیلم بود. ولی یکی از نکته های جذاب دیگه شاید این باشه که این بازیگر مده در واقع با به تصویر کشیدن یه بخشی از زندگی خودش و شخصیت خودش رو، حرفش رو و حتی ضعف‌های خودش رو با یه بیان هجوآلود انگار مورد انتقاد قرار داده و این بر من جالب بود.
از نظر فرمی و حالا حرکات دوربین یه ذره فیلم منو چون در طول شبم بیشترش فکر کنم که فیلم برداری میشد داخل شهر، من یاد فیلم ویکتوریا انداخت که یه فیلم آلمانیه ساخته سباستیان شیپر که محصول 2015 و کل فیلم انگار با یه برداشت ساخته شده. این فیلم هم همون حس رو میداد، یعنی همون تنش، همون عصبیت، کلافگی و سرگیجه رو توی بیننده ایجاد میکرد تا یه حد زیادی. منتها فرقش با ویکتوریا حداقل بر من این بود که این بار بر من سرنوشت شخصیت اصلیه مهم بود که چی به سرش میاد و خب حداقل میتونم بگم که تا نیمه اولش تعلیق فیلم تعلیق خوبی بود و بیننده رو هم به دام خودش مینداخت. و دیگه اینکه از بازیگر دیگه فیلم مثلا به اوون ویلسون میتونم اشاره کنم که در نقش خودشه، خب فیلم یه سری حالا به کارهای اون و به کارهای خود وودی و سایر آثار سینمایی ارجاعاتی داره که متوجه شدنشون کلیت کار رو تماشاش رو جذابتر میکنه. من خواستم این فیلم رو برای یک بار دیدن و سرگرم شدن پیشنهاد کنم، ولی کلن پیشنهاد میکنم که فیلم شناسی این بازیگر رو پیگیری بکنیم، چون که خیلی فکر کنم که نقش‌های خیلی خوبی بازی کرده ولی هنوز شاید اون اتفاق مهمه توی بازیگریش نیفتاده باشه. خیلی حتی با مثلا سریالی که بازی کرده میشناسنش به جای اینکه نقشای درخشان دیگه‌شو پیگیری کنن. و کلا بر من کاراکتر جذابیه، پیگیری کردنش رو پیشنهاد میکنم. صحبت دیگه ندارم و مرسی از شما. ممنونم خانم اسدی عزیز، مرسی از شما. من در مورد دوتا حالا معرفی که صورت گرفت حالا یک جای توضیح بدم. در مورد ایناریتو اگه بخوام صحبت کنم، من حالا نظر شخصی ماها، ممکنه خیلی از دوستانی که الان هستن این نظر رو رد بکنن، که به نظر من ایناریتو یکی از اون کارگردانهاییه که شروع خوبی داشت، واقعا شروع عالی داشت، و بعد مثلا با نزدیک شدن یا مثلا همراه شدن با سینمای هالیوود فیلم به فیلم افت کرد. شاید هم واقعا افت نبود و در واقع احساس کرد که سینمای امروز جهان نیاز به تغییر مسیری داره، نباید خوش تکرار کنه، تجربه های تازه بکنه. ولی همونجور که مثلا من دو سه فیلم اول تام تیکور رو بسیار موفق میدونم و بعد بقیه اصلا سینماش رو واقعا علاقه ندارم که حتی دنبال کنم، در مورد ایناریتو به این شدت نیست، ولی مثلا سگانه مرگ ایناریتو واقعا جز فیلم های محبوب منه، عشق سگی، 21 گرم، بابل، و یک کارگردان اولین فیلمش عشق سگی باشه چقدر ارزشمند و فیلم بلندش منظورمه و چقدر مثلا قوی، چه شروع قدرتمندی. و بعد مثلا با بیوتیفول بیاد یک راه دیگه، یه مثلا در واقع یه مسیر دیگر تجربه بکنه و اون هم خوب باشه. در واقع شما به این کارگردان خوب امیدوار میشید دیگه، میگید این کارگردان همون کارگردان مورد علاقه منه، میخوام فیلماش دنبال کنم. بعد مسیرش از فیلم بعد یعنی با 3-4 سال اونم فاصله به یه مسیری بره که شما دوست دارید اما رگه های به قول معروف هالیوودی شدن رو در اون میبینید، مثل بردمن. بردمن فیلم خوبیه اما وقتی مثلا در کنار عشق سگی و 21 گرم میذاری جاهایی کم میاره و نمیتونه در حد و اندازه اون باشه. و بعد فیلم مثل بازگشته که حالا رونند که معرفی کردن، که به نظر من فیلم بسیار باز هم خوش ساخت و خوبیه اما یه فیلم هالیوودی خوش ساخت و خوبیه، یعنی نمیتونی مثلا زیاد عیب و نقصی بگیری، ولی اون خلاقیت، اون عمق، اون رگه ها، اون چیزهایی که ما تو از فیلم های ابتدایی این کارگردان میدیدیم دیگه اینجا نمیبینیم. همون اتفاقی واسه نولان افتاده، واسه بسیاری از کار، یعنی میتونم الان من یک دو جین کارگردان خوب نام ببرم که یا این مسیر رو طی کردن یا در حال طی کردن این مسیر هستن. حالا 7 سال بعد از رونند فیلم نساخت، یعنی حداقل فیلم بلندی نساخت ایناریتو، و من منتظر فیلم جدیدش بودم. فیلم جدیدش که خب احتمالاً شاید بعضیتون دیده باشین، من هنوز ندیدم، باردو، وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت. این فیلم خب یه فیلم
در واقع اینو در مکزیک تهیه کرد، زمان طولانی داشت، حالا فکر کنم که تصمیم گرفته یک تدوین جدیدی ازش ارائه داده که یه مقدار 20 دقیقه 30 دقیقه کوتاه‌تره و باید ببینم. من اگه شاید این بازگشت به مکزیک، شاید در واقع اون سینمای شخصی و مستقلی که خود ایناریتو داره بتونه دوباره مخاطبایی مثل من رو بهش جذب کنه، هرچند که نقدها سراسر مثبت نبوده، نقدها بعضی ها منفی بوده بعضی ها مثبت بوده. من نمیتونم قضاوت کنم تا فیلمو نبینم. حالا دوست دارم یکی از بچه‌ها که فیلمو دیده هم این هفته یا هفته بعد بیا راجبش صحبت کنه، فیلم جدید در واقع ایناریتو. اما در مورد حالا وودی هارلسون بگم، وودی هارلسون یا وودی هارلسون، حالا هر جوری تلفظش بکنید، بازیگریه که خب شما احتمالاً برای یک فیلم میشناسیدش دیگه، قاتلین بلفتره، ولی خب در فیلم‌های دیگه‌ای هم بوده که این کارگردان درخشیده، مثل مسنجر، مثل سبیلبورد مکدونا، یا به نظر من که یکی از بهترین فیلماش مردم علیه لری فلینت که نقش اون در واقع توی فیلم بیوگرافی بازی کرده، نقش یکی از مطرح ترین سردبیرای پورن، مجلات پورن جهان رو ایفا کرده. و وودی هارلسون فیلم های زیادی بازی کرده، متاسفانه به نظر من شخصا نتونسته هیچ وقت اون توانایی های خودش رو بروز بده. یعنی 61 سالشه تقریبا، دیگه از اوج بازیگریش هم یه مقدار کم کم دور میشه. ولی شما مثلا در فیلم هایی که فیلم خوبیه، فیلم متفاوتیه، مثل قاتل نبل فتره، مثل همین فیلم مردم علیه لری فلینت، یا فیلم های از این جنس، میبینیم که چقدر بازیاش متفاوته، چقدر خوبه. اما اکثر فیلم هایی که بازی کرده فیلم های سرگرم کننده است، یعنی فیلم هاییه که به قول معروف نمیتونه همه قابلیت های این بازیگر رو بروز بده. حالا این فیلمی که خوش کارگردانی کرده از یک جهت فیلم متفاوت و خوبیه به نظر من، و از یک جهت هم خب زندگی شخصیشه دیگه، گرفته داستان زندگی شخصیش رو و یه اتفاقی که در جوونی براش افتاده رو با یک نگاه شیطنت‌آمیز حجوالود درسی سینما آورده. به نظر من فیلم عالی نیست، اما همونجور که خانم اسدی فرمودن ارزش دیدن داره. مرسی. خب بریم نفر آخر در مورد معرفی ها، خانم قربانی آخرین کسیه که ریز هند کرده و دستشون بالا هست. یه معرفی کتاب یا فیلم از خانم قربانی نازنین داشته باشیم و بعد در خدمت دوستان هستیم برای شعر، داستان و ترانه خونی آزاد. خانم قربانی در خدمتیم. سلام، خسته نباشید. من میخواستم با اجازتون یک مجموعه داستان معرفی بکنم از مهشید امیرشاهی. در واقع مجموعه تمام داستانهای کوتاهش هستش. خب این کتاب در سال 1998 توسط نشر باران سوئد منتشر شده. پیش از اینکه در مورد این کتاب حرف بزنم، البته فکر کنم همه دوستان دیگه مهشید امیرشاهی رو میشناسن و نیاز به معرفی مفصل نداره. قبلا هم یادمه در دوره‌های قبلی کارگاه در موردش صحبت کرده بودیم، اما از معروف‌ترین رمان‌هایی که ایشون نوشتن در حذر، در سفر و مادران و دختران هستش. یک نکته رو باز میخوام قبل از معرفی این مجموعه داستان بگم، اینکه خیلی جالبه که مهشید امیرشاهی با وجود تسلط خیلی خیلی خوبی که به زبان فرانسه و زبان انگلیسی داره، در تمام عمرش مسترانه به زبان فارسی فقط نوشته و این رو توضیح داده که چرا فقط به زبان فارسی می نویسه، با اینکه خودش ده‌ها رمان و کتاب از زبان فرانسه و انگلیسی ترجمه کرده که حالا توضیحاتش توی ویکی‌پدیاش هست و دوستان میتونن بخونن. اما در مورد این مجموعه داستان، من خیلی پیشنهاد میکنم که دوستانی که به طور حرفه‌ای کار داستان نویسی انجام میدن، به خصوص داستان کوتاه مینویسن،
اگر به این کتاب دسترسی پیدا کردن همش رو بخونن. خب خیلی اگه دسترسی پیدا کنن خیلی خوب و آسونه، برای اینکه 7 مجموعه داستان مهشید امیرشاهی در این کتاب منتشر شده. از سال 1345 مجموعه داستان کوچه بنبست تا سال 1374 مجموعه داستان سوری و شرکا. حالا نمیدونم، شاید گفتن این کلمه درست نباشه، چون من به شخصیت مهشید خیلی علاقه دارم و خب رمان در حذر و در سفر رو هم خیلی دوست دارم، ولی چرا خوندن این مجموعه داستانها رو کنار هم توصیه و پیشنهاد میکنم، در واقع انگار ما میتونیم سیر کاری اون نویسنده رو ببینیم. کلمه‌ای که گفتم شاید گفتنش درست نباشه، اون سیر سقوطه در واقع برای من، ولی نباید اینو بگیم. حالا به هر حال میگم بهتره بگم سیر کاری این نویسنده رو میتونیم ببینیم، افت و خیزهاش و بالا و پایینهاش رو میتونیم ببینیم. مثلا مجموعه داستان قوی مثل به صیغه اول شخص مفرد که در سال 1350 نوشته شده تو این کتاب چاپ شده، و داستانی مثل مسیح مریم هم که واقعا یک اصلا نمیشه گفت داستان، یک دلنوشته رمانتیک خیلی خیلی بد و خیلی خیلی ضعیف هستش و در مثلا 30 سال 40 سال بعد نوشته شده هم در این کتاب چاپ شده. بنابراین فکر میکنم فارغ از اون ارزش ادبی بالایی که بعضی از این داستانهای کوتاه داره، نگاه کردن سیر کاری این نویسنده و آموختن از این سیر کاری خیلی مفید میتونه باشه برای بچه‌هایی که حرفه‌ای داستان مینویسن. و این نکته هم برای من جالب بود وقتی که داشتم این مجموعه داستان رو میخوندم، دوچار یک تناقضی بودم با خودم، میگفتم که آیا ما باید هر چی که مینویسیم منتشر بکنیم؟ شما خودتون بارها فرمودید که بسیار زیاد بنویسید، پاره کنید و بندازید دور. برام عجیب بود که نویسنده‌ای با تجربه‌ای مثل مهشید امیرشاهی که بسیار داستان‌های کوتاه درخشانی داره، چرا میاد داستانی مثل مسیح مریم و بسیاری داستان‌ها در این مجموعه داستان که خیلی به نظرم اشکال دارن رو چرا میاد منتشر میکنه؟ آیا یک علاقه شخصی به اونها داره؟ آیا باورش اینه که ما هر چی مینویسیم باید منتشر بکنیم؟ این تناقض هم برام حل نشده موند. البته حالا بعدن میتونم بپرسم و بیام دلیلش رو اینجا هم بگم اگه دوستان کنجکاو بودن، ولی خیلی به نظرم عجیب بود که انقدر در این مجموعه داستان داستانهای قوی میدیدیم و بعد در کنارش در چندین سال بعد مثلا داستانهای به شدت ضعیف می‌دیدیم که حتی مثلا یه بچه راهنمایی هم شاید اونجوری ننویسه دیگه الان. ولی به طور کلی اگر دوستان دسترسی داشته باشن، خوندن این مجموعه داستان‌های کوتاه رو کنار هم پیشنهاد می‌کنم، برای اینکه خیلی می‌تونیم ازش یاد بگیریم. مرسی از فرصتی که به من دادیم. مرسی خانم قربانی عزیز. مهشید امیرشاهی رو حالا میگم دوستان احتمالاً کاراش خوندن، مجموعه داستاناش خوندن، از نویسندگان قدیمی سرزمینمون هست که خب در تبعید هستش. و یه نکته که خب خیلی شاید امیرشاهی رو خاص میکنه در واقع میگم اون شناخت سیاسی و عمق سیاسیشه که در زمانی که بسیاری از روشنفکرهای بزرگ ما که واقعا شاید در نویسندگی و هنر خیلی بالاتر از خانم امیرشاهی هستن تعارف نداریم خیلی هاشون، اما موضع‌گیری سیاسی که کردن، فریب حرفها و ادعاهای خمینی رو خوردن در ابتدای انقلاب، در قبل از انقلاب اسلامی، و از او حمایت کردن و فکر میکردن که اومدن اون میتونه به آزادی منجر بشه، میتونه به برابری منجر بشه و خیلی اتفاقای مثبت، و فریب خوردن. بالاخره هنرمنده، هنرمند روحیه سیاستمدار نیست و ممکنه اشتباه بکنه، و همشون هم بعدها تحت آزار قرار گرفتن، تحت شکنجه، ممنوع کاری، و اکثرشون هم تبعید شدن یا در ایران در تنهایی فوت کردن. اما مهشید امیرشاهی خب موضع‌گیری درستی که کرد و اون مقاله‌ای که در دفاع از بختیار نوشت در اون روزها و مخالفتی که با خمینی کرد یا بعدها حمایت‌هایی که از سلمان رشدی کرد، اینها به نظر من نشون از واقعا شور بالای سیاسیش داره. هرچند در زمین داستان نویسی همونجور که شما فرمودید به بعضی از داستانهایی که چاپ کردن نقد وارده، نقد شدید هم وارده، و کاش من به همین بچه‌هایی که داخل کارگان میگم
واقعا دقت کنیم که هر چیزی رو چاپ نکنیم، یعنی زود چاپ نکنیم، اصلا آتش چاپ کردن نداشته باشیم، آتش منتشر کردن نداشته باشیم و بسیار دقت کنیم. من خیلی از بچه جوون میان برای من کاراشون رو میفرستن، ایراد خاصی هم نداره، یعنی مثلا شعراشون یا داستاناشون اینجوری نیست که بگم ایراده اولیه داره، ولی میبینم که مثلا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد از چاپ اون مجموعه پشیمون خواهند شد، از دو جهت. اولا چون آدمهایی هستن که خیلی دارن پیشرفت میکنن و من میدونم که بسیار بسیار کارهای بهتری خواهند نوشت و خب ابتدای راه هستن، 3 ساله، 2 ساله مثلا دارن کار ادبی میکنن و طبیعیه، یا اینکه سکوی پرتاب خوبی براشون نمیشه، یعنی میان در حالی که هنوز مخاطب مناسبشون رو ندارن، هنوز با ناشرهای مختلفی نمیتونن لینک بزنن، یک مجموعه چاپ میکنن که اون مجموعه مجموعه موفقی نیست و کافیه شما مجموعه اول دومتون موفق نباشه که دیگه اصلا نتونی تو ادبیات اونجوری که باید و شاید خودتون رو مطرح کنید. خیلی دقت کنید در این انتخاباتون، در انتشارهاتون بسیار بسیار وسواس داشته باشید. همیشه یه مثالی میزنن هنرمندا که منم باش موافقم، میگن مثلا شعرهای من، داستانهای من مثل بچه های من میمونه، اما من همیشه یه جمله هم اضافه میکنم که آدم خود بچه با ادب داشته باشه، بچه خوب داشته باشه. اگه قراره بچه بی ادب نمیدونم مثلا قاتل مردم داشته باشه، اما بهتر اون بچه تو بچگی بمیره راحت بشه. و واقعا من بسیاری از بچه هام رو کشتم خودم، یعنی دوستانی که به من نزدیکترن میدونن که من آثار بسیاری از آثار دوران نوجوانی و جوانیم رو به طور کامل از بین بردم و غیر از اون تگ اثرهایی که به نظرم خوب بوده، قابل چاپ بوده، چاپ کردم، یا آثاری که مردم تو جلسات ادبی تو دهه 60 70 یادداشت کردن و خب دست مردم چرخیده و باقی مونده، من از خیلی از دوران زندگیم هیچ اثر منتشر شده رو ندارم. حتی یادم تو اون زمان که توی روزنامه های اون زمان، توی اطلاعات، توی کیهان فرهنگی شعر چاپ میکردم، با اسم مستعار چاپ میکردم و وقتی میپرسید اون حالا عزیزی که مسئول اونجا بود و خیلی هم لطف داشت به من، میپرسید چرا خودتو با اسم یه دختر یا اسم مستعار چاپ میکنی، میگفتم من یک روز بزرگترین شاعر ایران میشم و بعد نمیخوام خجالت بکشم بابت این چیزایی که چاپ میکنم، اما الان دوست دارم که چاپ بشه، بازخوردار رو ببینم، نظرگاه ها رو ببینم، بالاخره حس، چون الان سطح من همینه دیگه، بالاتر از این نمیتونم باشم، ولی دلم نمیخواد اینها بعدن به عنوان مدرک بمونه و فردا یه روزی بدون اینا متعلق به منن کسی، با وجودی که همون اشعار اون زمان طرفداران زیادی داشت و دوست داشتن. پس باید خیلی دقت کنید اگر که برای دل خودتون شعر میگید، برای اینکه جلوی فامیل شعر بخونید، برای اینکه توی انجمن ادبی بخونید، دست بزنن براتون، هر چی می نویسید چاپ کنید، هر چی می نویسید چاپ کنید. اما اگر میخواین بهترین شاعر معاصر ایران بشید، بهترین نویسنده معاصر ایران بشید، بهترین نویسنده معاصر جهان بشید، اگر رؤیاهای بزرگ دارید، سختگیر باشید. خب بخش اول برنامه تموم شد، در بخش دوم در خدمت شما هستیم برای خوندن آثارتون، شعر، داستان، ترانه، لطفاً ریز هند بکنید. فکر کنم وقت داشته باشیم 3 یا 4 کار رو بشنویم و بعد دوستان هم نقدش کنن، صحبت کنن راجبش. در خدمتیم. خب دوستان همه ریز هند بکنن. خب با مهدی معظمی عزیز شروع میکنیم، بعد در خدمت خانم عموشایی و اسدی هم هستیم، فکر الان 3 نفر ریز هند کردم. خب جناب معظمی در خدمت شما هستیم، امیدوارم که سرعت اینترنتتون اجازه بده در خدمتتون باشیم. سلام، صدای من هست دکتر جان؟ بله بله، خیلی خوبه که یکی از دوستان داخل ایران هم پیدا شد که اصلا صداش قطع نمیشه و عالی صداش به گوش ما میرسه. در خدمت هستیم عزیز من، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و
در واقع تا به این لحظه قطع نشده. شعر من بلنده، مشکل نداره بخونم؟ چقدر بلنده؟ یعنی چند صفحه؟ یک صفحه و نیم. حالا به صفحه آنچنان نیم نه دیگه، یک صفحه و نیم که بلند محسوب نمیشه. در خدمت من هستم. آه اوکی، مرسی. عنوان شعر است آلزایمر. از خواب بیدار میشوم، انگار خوابیدم توی خواب کسی و شهر دور سرم میچرخد. زرق و برق های تابدار و میگردند و بعد زنی از میانی را دستم را گرفته است. هوای سرمه ای دست سپید را بیدار میکند. نگاه میکنم که صورت او را ببینم و میبینم و یک بند میگویم مر و قدم میزنم در میان دست های بلند سپید و سیاه که متشکل از رنگ های دیگر است در دوران دایره رنگارنگ. انگار که دور خودم میچرخم. مادرم میگوید مهدی مگر امروز قرار نبود؟ میگویم چی؟ و هیچ حرفی نمیزند و میخندد. انگار صورتم نیم آب شده روی زمین افتاده و دست میبرم و صورتم را جمع میکنم. میچسبانم کاغذی را به دیوار. عکس زنی که توی اتاق نقش بست است را میبینم. میگویم می. بعد ابرویم هلال است و انگار شمعی وسط دایره ای را سوزانده. به هم نمیرسند. شهر بیدار میشود. دخترم میگوید پدر. میخندم و دست میکشم روی سرش. دخترم سرش را بر میگرداند و صورتی دارد به نداشتن و شبیه است به هیچ. میگویم تو و زبانم بند گفتار را به باد چرخش رقص دامن لیلی میاندازد. سرم را بلند میکنم. میبینم فقط میرقصد. انگار من چسبیده به سقف نگاهش میکنم و هر بار که میخواهد کامل به چرخت بر میعکسد. میگوید چی؟ چی گفتی مهدی؟ و من میخندم. نگاه میکنم. میگویم تو لیلی هستی؟ پاسخش دوریست. دور شدن از همان دوران ساعت که هرگز از 12 نمی گذرد. من همیشه در خوابهایم ساعت ندارم، دایره‌ای دارم کشیده. از سر چطور است؟ من می گویم چطوری برادر؟ و پاسخش خنده است و دور می شود بدون دوران، بلکه نشسته است جلویم و می خندد. آهسته می خندد. دهانش باز می شود، باز و باز، اما به هم نمی آید. در دوران دهانش می چرخم و به درون می روم و از خوابی به خواب می روم که گویا خواب کسی باشد. در خیابانی بلند و زنی دست گذاشته روی دستم و صورتش نور می اندازد و صدای پاواروتی می آید. می گویم این پاواروتی است؟ اما نمی توانم سرم را برگردانم، گرچه چشمهایم مثل ماهی همه چیز را می بیند. حتی این زن سپید دست و صورت ندار را. انگار همه چیز در را گیر کرده و نیمی نیست. نیمی از دوران هرچه می دوم آن رای چپکین. آن رای چپکی نشانه نیست. انگار اصلا نمی دوم بلکه می دوانیدنم. من انگار هرچه می رسم دری را باز می کنم و نقطه را می دانم، اما گمش کردم. یک نفر از راه می رسم. در باز است و نیمی از پاهایم روی پله ریخته خم می شوم، اما خمیده نه. پایم را از گلیم جهان جمع می کنم که بلکه جم نخورده راه بروم و مادرم می گوید مهدی آمد. هراس دارد و آن راه هنوز چپکی نمی شود و مردم از در خانه بیرون میزنند و زنی را میبینم که دستم را گرفته و میگویم پاواروتیست و شهر دور سرم میچرخد و چرخش در میرود. بعد زرق و برق های تابدار الف و رای خود را گم میکنند و کلمات از پیش چشمانم میپاشند و هر بار زنی را میبینم که سر ندارد و از پایش کم میشود و بعد رانهایش روی زمین میریزد و اخ میکنم و رقص دامن را میبینم. زنی میگوید چرا ساعت هیچ وقت 12 نمی شود؟ میگوید مهدی مهدی و مردی نگاه میکند اما کامل بر نمی گردد و آن بر نمی گردد، حتی نمی دود. انگار می دوانیدنش اما راه نمی رود و جم نمی خورد و گلیم را جمع میکند. مادرش میگوید آن مهدی نیست، راه می رود اما راه نمی رود. رای چپکی زور میزند اما نمی چرخد و انگار بین ابروهایش موهای صورت می سوزد، چنان که شمعی آن راه و راه می شکند و راه راه لباسش را می پوشند و زیر پایش ویلچر است
و می افتد و نیمی از سرش روی زمین می افت، جمع می کند و هر بار از دستش سر می خورد و می ری. مادرم بهش می گوید مهدی و مادرش را نمی شناسد و می گوید زنی که دستت را گرفته مر یا می؟ لیلی لیلی. و زنی می رود و می خندد. صورت ها همه می ریزند و چیزی نیست، ابدیتی است تاریک و آدم ها از راه رو یکی یکی کم می شوند و زنی دراز کشیده خمیده و خم نمی شود و مردی ایستاده سرش بدنش پایش آب می شود و زن نمی تواند جمعش کند. کفش هایش را جفت می کند، می گوید آن را ببین و رای چپکی نیست، آن را آن آ. از خواب بیدار می شوم، چشمانم کور است، چشمانم را به یاد ندارم. می مر لی آ. ببخشید که طولانی بود، مرسی که شنیدید. مرسی مرسی، ممنون جناب معظمی. من میخوام در واقع در باره کار صحبت کنم. اولا یه چیزی بگم، این اسلامگراها و در واقع مذهبی ها به یه اعتقادی دارن حالا به نام چشم زخم، یه چیزی هم میخونم ونیکات که مالا ما علمگراها بهش اعتقاد نداریم، ولی چیزی که وجود داره واقعا چشمت زدم دیگه. گفتی اونا گفتم قد نمیشه صدا، دو سه جا قد شد و چند سطر کار رو از دست دادیم، ولی خب بازم لذت بردیم و میدونم که خب حالا دیگه این درد سرهای فضای مجازی است. امیدوارم که ایران خیلی زود آزاد بشه و حداقل زندگی نرمال دیگه، اینکه مردم اینترنت داشته باشن، نمیدونم مردم بتونن برن سر کار، مردم بتونن غذا بخرن، مردم بتونن جایی رو اجاره کنن، دیگه فکر کنم دیگه اینا اولی ترین نیازهای جدول مازلوه و باید باشه واقعا تا بتونه انسان زنده بمونه. خیلی تلخه واقعا این که من میبینم بچه هایی داخل ایران با چه سختی با چه هزینه هایی اینترنت تهیه میکنن و بازم اینجوری میشه. من در مورد کارت اگه بخوام صحبت کنم، یکی دوتا نکته مثبت رو اول عرض کنم. یعنی ظرفیت های زبانی کارت بود. ببین من خب تو کاره آزاده خیلی وقتا مثلا میدیدم که بازی های زبانی یه مقدار رو هستن، بازی های زبانی یه مقدار انگار که به کار تحمیل شده هستن. تو این کار دیدم که نه، به خوبی تو کار پخش شده بودن، در جاهای مناسب استفاده شده بودن، جاهایی که استفاده شده بودن تصنعی به نظر نمی رسیدن و به نظر من در زمینه استفاده از ظرفیت های زبان و بازی های زبانی کار موفقی بود. و دومین مسئله که به نظر من کار مثبت کار بود، استفاده از فرم بود، که در چنین کار بلندی استفاده از فرم خطی یعنی خودکشی و تو با یه در واقع فرم تارنکبوتی که کلمات به صورت موتیوار تکرار می شدن و هی در واقع ازشون کارکرد می گرفتی، هر کلمه‌ای چندین بار در کار استفاده می شد و ما بر می گشتیم به تصاویر مختلف و بعد فرم کلی کار که یه فرم دایره‌ای بود و به اون در واقع شکل تارنکبوتی یک فرم کلی میداد و جمعش میکرد، به نظر من کار تونسته بود فرم خوبی هم داشته باشه. این دوتا نکته مثبت کار بود که به نظر من اومد. حالا چون کار بلند بود، در مورد سطرها و در مورد بخشها و اینا صحبت کردیم، داشت سخته بعد کار جلوم باشه، ولی دوتا نکته به ذهنم رسید. یکی وهایی که در کار به کار رفته بود، من اعتقاد دارم که میتونست بسیاری از اون وها که ابتدای سطرها اومده بود حذف بشه. چون اولا کار رو معمولا و در ابتدای سطر کار رو به شکل نثر نزدیک میکنه، کار رو به سمت در واقع نثر داستانی نزدیک میکنه. ما معمولا در شعر سپید از تقابل استفاده میکنیم، مثلا نمیگیم که هوا سرد است و من خستم، میگیم هوا سرد است من خستم، یعنی از تقابل اون در ذهن مخاطب اون واقعیت رو ایجاد میکنیم. من حداقل تو چهار مورد، حداقل چهار مورد شمردم، میتونستم واو رو حذف کنم و بعد در ذهن مخاطب اون واو با همون تقابله ایجاد بشه. نکته دومی که به ذهنم رسید، در کارهایی که این مقدار بلنده ما نیاز داریم یه پاگردهایی داشته باشیم. یه اون پاگردها در شعر آزاد سطرها و اتفاقهای عرضی کار هستند. یعنی نه تنها در طول کار یک کشف و اتفاقی در روایت کار یک کشف و اتفاقی رخ بده، بلکه ما یه سطرهایی هم داشته باشیم
که به قول معروف بهش اون سطرها رو از شعر جدا کرد و به صورت کد، به صورت جملات قصار، به صورت یه شعر کوتاه حتی عرضه کرد. یعنی این سطرها کمک میکنه مخاطب در شعر دووم بیاره، در شعر طولانی همراه بشه. و من همیشه تاکید دارم که اگرچه اولویت بر طول کار، ساختار کار و اتفاقی که در کلیت ساختاری کار رخ میده، اما این کشف و اتفاقها در عرض کار هم میتونه کمک کنه. البته که تلاش شده بود مثلا اون تشبیهی که کرده بودی در مورد ابروها و اون وسطشون که مثل شمعیه که حالا یه وسط چیو سوزونده و به هم نمیرسه، مثلا یه سطرهایی خواسته بودی، سطرهای درخشان و تصویری ایجاد کنی که مخاطب رو در اونجا نگه داری و دوباره همراه کنی، همون کاری که مثلا در شعر کلاسیک تجدید مطلع انجام میده تو قصاید بلند. اما به نظر من اولا کم بودن، و بعد یه نکته دیگه که من شاید اشتباه شنیدم و چون میگم صدا قطع و وصل میشد، یه جا شنیدم چونان شمعی، اگر اشتباه نشیده باشم اون چونان خب از زبان کار خیلی دور بود، حتی اگر تعمدی باشه، یعنی اگر تعمدی هم باشه احساس میکردم که باید طولانی تر باشه اون زبان قدیمی تا مخاطب احساس کنه که اینجا تعمده وجود داره، نه اینکه احساس کنه از دست شاعر در رفته. شاید من اشتباه شنیدم، اصلا قضاوت نمی کنم، میگم چون صدا قطع و وصل میشد. در اصل شعر خوبی بود، مرسی مهدی جان، لذت بردیم. حالا چون وقت کم داریم نظرات بقیه دوستان رو دیگه نمیشنم، ان شاءالله هفته های بعد حتما در خدمت شما خواهیم بود، اون وقت از نقد ها و نظرات بقیه عزیزانم استفاده خواهیم کرد. مرسی دکتر جان از وقتی که گذاشتید، ممنون. قربان شما جناب معظمی. خب نفر بعدی، یکی از دوستان ما که هفته قبلم میخواستن داستان بخونن و متاسفانه فرصت نشد، حمید سرو امان اللهی اگه اشتباه نکنم. حمید جان در خدمت شما هستیم، اگر میکروفونتون باز هست. من تا جناب آقای حمید، من فامیلشو نمیخونم چون اگه میترسم اشتباه بخونم، جناب سرو اگر در واقع تا میکروفونشون وصل بشه و بیان بالا، خانم اسعدی رو هم وصل میکنم. سلام دوباره. خب مثلا اول یه لحظه باشید جناب امان الله امان اللهی، فکر میکنم که میکروفون شما وصل نشد. آره الان وصل شد، الان در خدمت خانم اسدی شما میکروفونتون رو قطع کنید، حمید جان بخونن کارشون رو، بعد در خدمت شما باشیم چون اولویت با ایشون بود. در خدمت شما هستیم. سلام عرض ادب، وقت شما بخیر استاد، خسته نباشید. عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز. من یه داستان کوتاه دارم، نمیدونم اینترنت یاری کنه بخونم خدمتتون یا نه. صدام هست الان؟ امیدوارم. چیز امیدوارم شما بخونید جان. دیگه ایشالله قد نشه دیگه، معمولا داستان کوتاه ها معمولا یه جایش قد میشه، ولی خب دیگه حالا ریسک میکنین، ارزش شنیدن داره. در خدمتیم. چهار صفحه است. حالا اگر نقد نظر شما دوستان رو بشنوم خوشحال میشم. من ارائه میکنم خدمتتون با اجازهتون. هر جا قطع شد شما نمیدونم صدام نمیاد که به من یه جوری اعلام کنید. عذرخواهی میکنم پیشا پیش دیگه. ببخشید. عزیز داستان کوتاه. شکار شبانه. دخترک با صورت روی چمنها سقوط کرد و غلتید. مرد جوان برای ضربه زدن باتوم را بالای سر برد. با حادثه چند دقیقه قبل تنها به انتقام فکر میکرد. دخترک هم در جمع آن دست مردم معترضی بود که جوانی یونیفرم پوش را دوره کرده بودند. وسط دو کتف جوان بر اثر ضربه‌ای که او را نقش زمین هم کرده بود به شدت درد میکرد. اگر یکی از دخترها در جمع مانع نمیشد معلوم نبود در همان کف خیابان چه بلایی به سرش میآمد. در دل تاریکی شب و صورت‌های پوشیده شده با ماسک برایش سوال بود کدام یک در آن جمع 7 یا 8 نفره منجی او شده است. با سر رسیدن هم قطارانش و دور شدن آن چند نفر از زمین بلند شد، اما زیر چشمی یکی از آنها را دنبال می‌کرد. او تنها کنار خیابان پشت یک اتاق آهنی برق پنهان شده
و آنها را زیر نظر داشت. نگاهی به ساعت مچیش کرد. 10 دقیقه بعد از نیمه شب را نشان می داد. از روی عمد رو به هم قطارانش کرد و با صدای بلند طوری که او در پشت اتاقک متوجه بشود گفت: بچه ها، من به شکار یک خرابکار می رم. و از جمع آنها جدا شد. دختر با دیدن او که با یونیفرم و کلاه محافظ و باتون به طرفش می آید ترسیده و چاره جز فرار به ذهنش نرسید. بدون معطلی خود را داخل کوچه ای انداخته و تلاش کرد از محل دور شود. مرد جوان هم فرصت را از دست نداد و به دنبال دختر خود را به اتاقک آهنی برق و بعد همان کوچه رسانید. دخترک هراسان می دوید و مدام همانند شکاری که از چنگال شکارچی فرار می کند به پشت سرش نگاه می کرد. صدای برخورد کف پوتین با زمین که هر لحظه نزدیکتر و سنگینتر می شد ترسش را صدچندان می کرد. پس بر سرعتش افزود. با رسیدن به انتهای کوچه اتوبانی پر رفت و آمد مانع دور شدن او از تعقیب کننده اش شد. چاره ای نداشت. چند متری بیشتر نمانده بود شکارچی به شکارش برسد. ماسکش را روی صورتش محکم تر کرد. دلش را به دریا زد و از بین ماشین ها با زحمت و ترس و صدای ممتد بوق گذشت. یک لاین را رد کرد و به بلوار چمن وسط رسید. ولی سرعت بسیار بالای لاین مخالف که کمی هم شیب داشت اجازه نداد او بتواند این مانع را هم پشت سر بگذارد. راهی جز دویدن در طول بلوار تاریک وسط به ذهنش نرسید. تعقیب کننده حرفه‌ای تر بود و توانست با تلف کردن وقت کمتری خودش را به بلوار برساند. ترس و استراب دخترک به اوج رسید. دیگر چیزی نمانده بود شکار شود. باید راه گریزی پیدا می کرد. لحظه ای اراده کرد وارد لاین مخالف شود. هرچه باد آباد به طرف آسفالت سیاه چرخید. اما در آخرین گامهایش با پشت پای ها سرنگون شد. منتظر بود ضربه های باتون بر سر و بدنش بنشیند. ته دلش لرزید و با آرامی با خودش گفت این هم آخرش، دیگر کارم تمام است. پس خودش را رها کرد، نفس عمیقی کشید و دست از همه چیز شست، حتی از تمام ترسهایش. نوعی احساس آرامش یا رهایی در وجودش شکل گرفت. تنها کاری که انجام داد و آن هم غریزی بود سپر کردن کوله پشتی برای جلوگیری از برخورد ضربه ها با سر و صورتش بود. جواب آن باتوم را برای ضربه زدن بالا برده بود، اما یک بار تصویری مبهم ذهنش را تسخیر کرد. به یاد دختری که مانع آسیب دیدنش شده بود افتاد. کمی سست شد و برای چند ثانیه‌ای دستش در هوا سرد و خشک ماند. دخترک متوجه حالت غیرعادی و تعلل تعقیب کننده‌اش شد. عذرخواهی می‌کنم، صدا هست؟ صدا است؟ بله بله صداتون رو داریم. بله صداتون رو داریم، در خدمتیم. صداتون میاد. ببخشید. دخترک متوجه حالت غیرعادی و تعلل تعقیب کننده اش شد. از فرصت استفاده کرد و ضربه ای محکم به بین پاهای جوان زد. ضربه کاری بود. جوان به خود پیچید، باتوم از دستش افتاد و نقش زمین شد. دختر گویا که شاهد معجزه ای باشد با عجله از زمین برخاست، خود را به باتوم رساند و آن را بین ماشین های عبوری پرتاب کرد. لحظه خلوتی اتوبان را در نظر گرفت و از عرض لاین مخالف گذشت. آن طرف ایستاد و به بلوار خیره شد. پسر را دید که با زحمت بلند شد و به او نگاه می کند. وقتی دید جوان می تواند سر پا بیستد دوباره شروع به دویدن کرد. اما دیگر مدام به پشت همینجا صداتون قطع شد. الان صدا دوباره میکروفون باز کنید، شاید بس بشه. الان میکروفونتون بسته است. عزت ناکارت میکرد تا دو باشی دیگر به کسی رحم نکنی. با تمام این احوال صحنه محافظت آن دختر در بین شلوغی از نظرش محو نمیشد. لبخند معناداری زد. حتی ضربه ای که خورده بود برایش شیرین بود. حالا با این آدم ها مساوی هستم، یک یک مدیون نباشم بهتر است. و نگاهی سرد و خشک به دنبال حرکت فرستاد. دخترک پیچید و وارد کوچه خلوت و بلندی شد. جوان با اینکه تنگی نفس امانش را بریده بود به دنبالش وارد کوچه شد. کلاه محافظ اذیتش می‌کرد. برای راحت نفس گرفتن و دید بهتر آن را از سرش بیرون آورد. چند قدمی که آن را با خود حمل کرد پشیمان شد.
کلاه را کناری انداخت و گامهایش را تندتر کرد. همچنان که میدوید به اطرافش دقیقتر نگاه کرد. محله را خوب میشناخت. فکرهایی از ذهنش گذشت. ابتدا اینکه در محله خودشان است و مبادا او را با یونیفرم ببینند. دوست نداشت کسی سر از کارش در بیاورد. دوم اینکه مبادا در این تاریکی و تنهایی گرفتار معترضان خیابانی دیگری شود. پس به نظرش آمد بهتر است کمی ظاهرش را تغییر دهد. به یاد زیرپوش سفیدی که زیر یونیفرم داشت افتاد. آره، از این لباس خیلی بهتره. در حالی که میدوید مشغول باز کردن دکمه های یونیفرم شد. آن را از تنش بیرون آورد و توی از داخل شلوار خارج کرد و روی آن انداخت. نگاهی به ساعتش کرد. عجب شبی شده. 3 ساعت این عوضی داره منو دنبال خودش میکشه. دختر از کوچه خارج شد و پیاده رو خیابانی را گرفت و مستقیم به طرفی دوید. یکی یکی مغازه ها را پشت سر میگذاشت. به پاساژی رسید که چراغهایش محوطه بزرگی را روشن کرده بودند. شیشه های پاساژ همانند آینه عمل میکردند. او خودش را نگاه کرد که تنها و هراسان و نفس نفس زنان میدود. با دیدن سکوت و تنهایی و تاریکی شب بر استرسش افزوده شد. نکند گیر بیفتم یا به قول خودش شکارم کند. میدانست این روشنایی کنار خیابان میتواند وضعیت او را خرابتر کند. نگاهی گذرا به پشت سرش انداخت. این یارو چه آدم کنه‌ایه. چرا ولکن نیست؟ کاش با باتوم خودش توی بلوار کارش رو تموم میکردم. و یا اصلا از اول میگذاشتم در همون کف خیابان او را تا میخورد کتک بزنند. این نامرد حقشه. مثل اینکه دنبال قاتل کرده. دوباره در آینه ها نگاهی به خودش کرد. با تصاویر مواجی که آینه ها منعکس میکردند نگاهش عوض شد. احساس کرد همانند ماهی است که در دریای متلاطم بدون ترس در حال شنا کردن است. امیدوار شد و به خودش روحیه داد. پور خونده. عوضی دستش به من نمیرسه. مگه توی خواب و خیال و از دست راست وارد خیابان بزرگ دیگری شد. پسر به پاساژ رسید. خودش را در آینه ها دید که خسته و تا این لحظه بی نتیجه دویده است. سرش را چرخاند و نگاهی به اطراف کرد. ببینین آشغال چطور منو علاف خودش کرده؟ نکنه این همه زحمت هدر بره و نتونم بگیرمش. بعد از مکسی کوتاه دوباره سرش را چرخاند و در شیشه ها خیره شد. به خودش دقت بیشتری کرد. با زیرپوش و شلوار نظامی و پوتین ابهت خشنی داشت و موج شیشه ها گاهی با بزرگتر نشان دادن تصویرش ابهتش را چند برابر به اون منعکس می کردند. پس افکار ناامید کننده از ذهنش کنار رفت و با اعتماد به نفس بیشتری گفت تا خود صبح هم که شده دنبالش میرم. آخرش چی؟ تا کجا میخواد فرار کنه؟ اگر توی همین شب این بی پدر و مادر را شکار نکنم مرد نیستم. بر سرعت گامهایش افزود و به دنبال دختر وارد خیابان شد. اما هرچه نگاه کرد دختر را ندید. میدانست باید گوشه کناری پنهان شده باشد. خوشحال شد. حتما نفس کم آورده. گیرش میارم. مثل موش تو تله افتاد. یکی یکی کنار و مابین و حتی زیر ماشین‌های شاسی‌دار را جستجو میکرد. دخترک نبش یک کوچه بنبست و تنگ و تاریک کنار یک میوه فروشی پشت دیوار ایستاده بود. دورادور جوان را میدید که با دقت زیادی بین خودروهای پارک شده را سرک میکشد. نگاهش را به انتهای کوچه بنبست و خلوت فرستاد. بعد بدون معطلی به طرف داخل حرکت کرد. عوضی میخواد منو بگیره. تا جون داری بگرد. تا خود صبح اسیرت میکنم. اگر تونستی پیدام کن. تک به تک خانه ها را از نظر میگذراند. در میانه کوچه روبروی در خانه قدیمی با پنجره های برنگ فیروزه‌ای ایستاد. نگاهی به اطرافش کرد. کلیدی از توی کوله پشتیش بیرون آورد و داخل قفل انداخت. با چرخیدن کلید و باز شدن در به آرامی وارد خانه شد و بدون اینکه سر و صدایی ایجاد کند در را آهسته پشت سرش بست. جوان اعصابش کاملا خرد شده بود و مدام به خودش و دختر لعنت می‌فرستاد. خودتو کجا قایم کردی بی حیای ترسو؟ پس چرا فرار می‌کنی؟ آسمون رفته باشی، زمین رفته باشی، امشب تا گیرت نیاد برم ولکن نیستم. بعدش من میدونم. تو تا سر خیابان رفت اما هیچ اثری از دخترک نبود. نگاهی گذرا به خیابانهای دیگر انداخت. یعنی در رفته و من ندیدمش؟ غیر ممکنه. حتما داخل همین خیابونه. دوباره برگشت و این بار دقیق تر همه جا را جستجو کرد.
اما باز اثری از دخترک نبود که نبود. باور نمی کرد نتوانسته یک دختر را شکار کند. دوباره به وسط خیابان برگشت. سر کوچه بنبست تنگی مقابل یک میوه فروشی ایستاد. نگاهش را به داخل کوچه تاریک فرستاد. دستی به موهای خیس از عرقش کشید. لباس مچاله شده توی دستش را کمی مرتب کرد و وارد کوچه شد. یکی یکی خانه ها را با دقت از نظر گذراند. در میانه کوچه دم در خانه قدیمی با پنجره هایی به رنگ فیروزه‌ای ایستاده به خانه های داخل کوچه انداخت. با موبایلش یک تماس گرفت و بعد از جیب شلوارش کلیدی بیرون آورد. آن را داخل قفل انداخت. با چرخیدن کلید و باز شدن در با آرامی وارد خانه شد و بی سر و صدا درب را پشت سرش بست. پایان استاد. عذرخواهی میکنم اگه صدا قطع وصل شد. نه ممنونم از شما. ببین جاهای قطع وصل شد که باعث شد که روایت داستانی یه مقداری بعد جارو متوجه نشیم. یه تیکه فکر کنم حدود 20 ثانیه‌ای هم کامل قطع بود، ولی بازم متوجه کلیت داستان و روال میگم زبان شما و لحنتون و تکنیک‌های داستان نویسیتون شدم. من اگه بخوام بگم، حالا میگم چون داستان قطع و وصل شده و زمانمونم اندکه، خیلی فرصتی برای نقد و نظر نیست، اما اگر من بخوام پیشنهادی بدم، یعنی من این داستان رو مینوشتم، کاری که میکردم راوی اول شخص به کار میبردم. یعنی این راوی دانای مطلق استفاده کردن که در ذهن همه شخصیت ها میاد، در واقع تخیلاتشون، تصوراتشون، افکارشون به ما اطلاع میده و بعد هم دوره، یه مقدار باعث میشه در چنین داستانی که میتونه از خیلی از لحاظ حسی، از لحاظ عاطفی ما رو درگیر کنه، باعث میشه ما از داستان یه مقدار دور بیستیم، دور بمونیم، به خاطر اینکه میاد از بیرون در واقع به ماجرا نگاه میکنه، یه روایت به قول معروف دوربینی داره، اما خب بالاخره چون دانای مطلق هم هست میتونه از ذهن افراد هم بگه و هیچ چالشی هم برای ما باقی نمیگذاره که ما خودمون در واقع مثلا یه سری چیزا رو کشف کنیم و از کنش‌های افراد به ذهنشون پی ببریم. من میگم بودم برای معمولا چنین داستانهایی که یک داستانهای اجتماعی سیاسی با بعد عاطفی هستن، راوی اول شخص استفاده میکنم. حالا میتونه این اول شخص اون دختر باشه، میتونه اون کسی باشه که اون دختر رو در واقع مورد ضرب و شتم قرار میده و سرکوب میکنه. هر کدومش انتخاب کنی فرقی نمیکنه، ولی وقتی از زاویه دید اون به ماجرا نگاه بکنید، هم کشش داستانیش بیشتر میشه، همین که میگم مخاطب رو خیلی به داستان بیشتر وصل میکنه. بازم پیشنهاد من بود و هر جور که خودتون صلاح میدونید. مرسی از حمید عزیز. ممنون استاد عزیز که از صداشون میخوام قطع شد، ببخشید وسط صحبتشون من صداشون نداشتم و فرستادم پایین. حالا عذر میخوام ازشون، شرمنده که من صداشون نداشتم، فکر کردم دیگه قطع کردن و همون لحظه که دکمه رو زده بودم ایشون شروع کردن صحبت کردن. عذر میخوام ازشون. خب خانم اسعدی، ما در خدمت شما هستیم. سلام در خدمتتون هستیم. من میتونم یه شعر قدیمی بخونم؟ بله در خدمتیم. سوهان میکشم آجها را، سنباده میزنم سایه ها را، بوسه میدهم آینه ها را، شعله شعله حریر گونه ها، شره شره آتش نفس ها، چکه چکه ناودان چشم ها، مشعل به دست میدوم تا هزار لای گوارش. آه خارهای کلام، خون میپاشد بر آینه، میکشم نقشی از سین داس بر نعلبکی، طرح خرمنی رو به باد، در کنار مزرعه میشمارم چند قنات مانده تا پر شدنم، از آینه دور میشوم و تکاپوی علف ها، مادرم میبیند، پدرم توف میاندازد، خواهرم می گرید، برادرم غضب به غیرتش پمپ می کند. دیوانه ای می شوم، امید می جویم، مجنونی که تسبیح می چرخاند، حالا دوگانه ای می پرد، دوزیستی سقوط می کند، شتر مرغی نه بار می برد و
نه پرواز می کند. مادری لالایی می نوازد. ترنسی زمزمه می کند. کجایید موریانه ها؟ پاهایم می خارد. کجایید زالوها؟ انگشتانم سرگشته. کجایید ملخها؟ وقت جویدن ساقهای خمیده و کمر شکسته است. هیهات وقت درو رسید. هیهات گیسهایم بریده شد. هیهات مادرم دلش شکست. حالا چه فرق می کند چاهی خشک چاهی پر از آب؟ دیگر حتی دیگری هم مرا سیراب نمی کند. نگاه می کنم به آفتاب، شهر را می بینم، خارها را می چینم و به بن‌بست می رسم. جار می زنند کلاغ‌ها در گوش کوچه ها. باز کنید سفره را، من یک جزامیم. ممنونم استاد. مرسی، ممنونم خانم اسدی. من یه نکته خواهم اشاره کنم. توی ابتدای کار، مخصوصا توی نیمه ابتدای کاری، من یک سرگردانی دیدم بین موزون بودن یا حداقل آهنگین بودن و در واقع شعر آزاد. یعنی خیلی از سطرها یه موسیقی داشتن، یه ریتمی داشتن، یه وزنی داشتن، در صورتی که شعر شما خب شعر آزاد بود. و اگر مثلا شما مطمئنن مثلا این وزن و موسیقی مد نظرتون نبود، شعر رو جور دیگه ای می نوشتیم. مثال می زنم، یه مثال، مثلا مادرم می گرید، خب مثلا خب موضوع دیگه، فعلاتون فعلان، نمیدونم. خب مطمئنن هیچ وقت شما می گرید به کار نمی بردید اگر مثلا این ریتمیک بودن و وزن تو ذهنتون نبود. می گفتیم مادرم گریه می کند. می دونید چرا؟ چون ما الان کلمه میگرید رو با زبان امروز به کار نمیبریم دیگه، معمولا گریه میکند رو به کار میبریم. ولی اون در واقع وزن و ریتمی که کار داشت باعث شده بود شما در واقع از این کلمه استفاده کنید. من احساس کردم توی نیمه ابتدای کار این موسیقی یا وزن یا هر چیزی که تو ذهن شما درونی هم هست به کار اجبار نکردید، باعث میشه که کار سرگردان باشه بین شعر نیمایی و شعر آزاد. پیشنهاد میکنم کل کار رو به صورت یک شعر آزاد بازنویسی کنید. بازم پیشنهاد من بود. مرسی، ممنونم از شما. چشم. ممنونم از شما خانم اسدی و شعرهای همیشه زیباتون. خب نفر بعدی، ما در خدمت خانم عموشایی هستیم. سلام خانم عموشایی. سلام، ممنون از فرصت دوباره‌ای که بهم دادین. شعر یا داستان؟ میخواستم ببینم که وقت برای کدومش هست. برای همه چی هست. ما حدوداً 30 دقیقه دیگه وقت داریم و فقط هم 3 نفر دوست دیگه ریسند کردن، و یعنی شما و 2 نفر دیگه که دیگه حالا کس دیگه هم دست بلند کنه دیگه فرصت نیست خدمتش باشیم. ولی برای هر کدوم 10 دقیقه وقت داریم و داستان هم بخونید وقت هست. پس من داستانم میخونم. در خدمت. ممنونم. قطار. ساعت موبایلم رو دقیقا با ساعت مترو تنظیم میکنم. دیروز فقط برای چند دقیقه تأخیر که دیر به جلسه رسیدم دیروز فقط برای چند دقیقه تأخیر که دیر به جلسه رسیدم توبیخ شده بودم و دلم نمیخواد دوباره دیر برسم. همهش هم به خاطر ساعت موبایل بود که شمیم آن را دستکاری کرده بود. یک لحظه با خودم فکر میکنم که چقدر صورت شمیم شبیه آلاله است. شاید برای همین است که دل دعوا کردنش را ندارم. انگار چیزی در ناخودآگاه هم او را میبرد به آن موقع ها. انگار چیزی در ناخودآگاه هم من را میبرد به آن موقع ها، همان زمان هایی که مجبور بودم آلاله را روی پاهایم بگذارم و انقدر با شتاب تکانش دهم که سرش گیج برود و به زور هم که شده او را چند دقیقه بخوابانم. خب بچه گوگیجه گرفت که سعید، میخوای این بدبختم مثل خودت روانی کنی؟ خیلی بلدی، بیا خودت بخوابونش، بیا دیگه. و
بچه را با قیز می اندازم توی بغل نجمه و می روم می نشینم روی پله های ایوان حیات. به ساعت مچی هم نگاه می کنم. فقط نیم ساعت به چهار مانده و سر ساعت چهار باید توی ایستگاه مترو باشم که به جلسه برسم و بتوانم یک صورت جلسه کوفتی دیگر بنویسم و بریزم توی حلقوم آن شرکت بیدر و پیکر. اگر باز هم دیر برسم باید فاتحه این کاری که با بدبختی پیدا کرده بودم رو هم بخوانم. صدای جیغ بچه بلند می شود و دوباره خانه را روی سرش می گذارد. زیر لبی با خودم غرغر میکنم حالا ببینم ارزه داری صدای اون نکبت رو خفه کنی یا نه. بعد از چند دقیقه صدا قطع میشود. از جایم بلند میشوم و داخل که میروم میبینم نجمه با سرنگ توی دستش نشعه شده کنار دیوار و تکان نمیخورد. دستش انقدر کبود و سوراخ سوراخ است که دل نگاه کردن با آن را ندارم و رویم را برمیگردانم. یکو میبینم آلاله با پتوی کوچک دورش روی لبه باریک جلوی پنجره آشپزخانه است. میدوم و او را محکم میگیرم توی بغلم. بعد هم در حالی که از عصبانیت نعره میزنم و دادهایم با جیغهای آلاله در هم میپیچد میدوم به سمت نجمه که ولو شده کنار دیوار تا با لگد بکوبم توی پهلویش و دق دلیم را خالی کنم. اما پایم گیر میکند به پایه میز کهنه و کوچک وسط حال و بچه از توی بغلم پرت میشود روی سرامیک لبه در شیشه ای حال. باریکه ای از خون روی سفیدی سرامیک راه میافتد. دو دستی میکوبم بر فرق سرم. نجمه همچنان از کنار دیوار تکان نمیخورد و انگار تبدیل به یک تکه سنگ شده است. قطار با شتاب حرکت می کند و سرها و پاهای آدم هایی که توی ایستگاه مترو ایستادن انگار کش می آیند و توی تاریکی تونل محو می شوند. ساعت موبایل را نگاه می کنم. هنوز خیلی وقت دارم و جلسه هم تا دو ساعت دیگر شروع نمی شود. با خودم فکر می کنم که چیزی در جهان خسته کننده تر از نوشتن صورت جلسه وجود دارد یا نه. شاید هم وجود داشته باشد. مثلا وقتی که آدم مسئول سفت کردن پیچ مهره در کارخانه باشد. بعد هم یاد آن فیلم چارلی چاپلین میافتم و میزنم زیر خنده. اما هر کاری میکنم اسم فیلم را یادم نمیآید. زنی که بچه‌ای توی بغلش است چپ چپ نگاهم میکند و به تصور اینکه کنار یک دیوانه ایستاده از من دور میشود و به آن طرف واگن میرود. به صورت بچه توی بغل زن نگاه میکنم که به طرز وحشتناکی شبیه صورت آلاله است. قطار پس از توقف در ایستگاه دوباره با شتاب حرکت میکند و آدمهای بیرون مترو دوباره شروع به کش آمدن میکنند و آنقدر کش میآیند که محو میشوند. جلسه شروع میشود و با هر کلمه ای که از دهان آدمهای حاضر در جلسه بیرون میآید بدون اینکه به صفحه کلید لپتاپ روبرویم نگاه کنم انگشتانم ماشینوار روی حروف کیبورد حرکت میکنن بدون اینکه به کلمات فکر کنم. فقط تایپ میکنم چون میدونم اگر فقط یک لحظه فکر کنم از این حجم کلمات بی سر و ته که هر روز و توی هر جلسه تکرار میشوند مغزم سوت میکشد. پس ترجیح میدم که مغزم را تمام طول جلسه تعطیل کنم و خودم را فقط به حرکت تند و در این حال نرم انگشتهایم بسپارم. سریع روی پله برقی مترو میدوم تا به قطار برسم. لحظه آخر قبل از بسته شدن در میپرم توی واگن و در بسته میشود. نفس نفس میزنم. انقدر شلوغ است که میخواهم خفه شوم. قطار با شتاب حرکت میکند. توی آن شلوغی به زحمت موبایل رو از توی جیب پالتویم در میآورم و به ساعت نگاه میکنم. دوباره هولش میدهم توی جیبم. در خانه رو که باز میکنم شمیم میپرد توی بغلم و موبایلم رو از دستم می کشد و شروع می کند به بازی کردن و ور رفتن به آن. موبایل را به زور از دستش می کشم و ساعت را چک می کنم که دقیق باشد. فصل. بالاخره با هزار ترفند جور با جور می توانم موبایلم را که از دست شمیم کشیده بود و داشت به آن ور می رفت از او بگیرم. شمیم هم بیمارستان را روی سرش گذاشته و حسابی اوقاتش تلخ شده که سعید موبایلم را از توی دستش قاپیده. بعد هم با آن چشم‌های طلبکارانش طوری نگاهم می‌کند که انگار باید دوباره آن را دو دستی تقدیمش کنم. پشت دستم را داغ می‌گذارم که دیگر او را با خودم سر کارم نیاورم و مثل سگ پشیمان می‌شوم که چرا باز هم مقررات بیمارستان را زیر پا گذاشتم. سعید نقاشی‌اش را از توی جیبش در می‌آورد و می‌گذارد روی میزم. مثل همیشه پر است از طرح‌های درهم و برهم. برهم صورت و چشم و ابرو که از وسطشان چیزی شبیه قطار رد می‌شود و زیرش به جای ریل پر از چیزهای شبیه سرنگ است. نقاشی رو از جلویم بر می دارم با دقت تا می کنم. نقاشی رو از جلویم بر می دارد با دقت تا می کند و دوباره توی جیبش می گذارد. معاینه هم که تمام می شود پرستار می آید تا سعید را به اتاقش ببرد. تمام شد استاد. ببخشید خیلی بد خوندم. نه نه بد نخوندید. خیلی خوب خوندید و مرسی ازتون.
فقط یه مقداری حالا میگم شاید چون داستان جلوی من نبود برای من مغشوش بود. ببین ارتباط های داستانی رو در واقع من یه مقدار سخت پیدا کردم. یعنی ببین این سعیده یه همسر داشته به نام نجمه و یه دختر داشته به نام آلاله که جفتشون زنش آره بذار تا آخر بگم بعد زنش اووردوز کرده، بچه‌ش هم که این افتاده زمین حالا یا مرده یا حالا نمرده ولی احتمال داره مرده باشه. بعد یه دختری هست به نام شمیم و یه دختری هم هست که راوی بخش دوم داستانه که از بعد از فصله. بعد این دوتا دختر نسبتشون باش چیه؟ نه دختر نبود، اون که راوی بعد از فصل بود در واقع دکتر سعید بود و بعد اون شمیم هم بچه دکتر بود در واقع. ببخش خیلی بد نوشتم فکر کنم. نه ببین خب عذرخواهی نکن، پشت داستانت وایسا مثل کوه و دفاع کن ازش. ببین نکته دو، آخه سعید میاد میگه که شمیم این کارو کرد و مثلا زمان من جا بجا که، یعنی اینا تصورات دیوانوار چیز بوده، تصورات دیوانوار سعید بوده چون بعد از کشته شدن بچهش دیوونه شده و الان فکر میکنه شمیم بچهشه. بله. بعد خب تصور داره که شمیم بچهشه؟ نه تصور نداره که شمیم بچهشه، میفهمه که شمیم انگار که مثلا انگار که آلاله رو توی صورت شمیم میبینه، بچه خودش رو تو صورت اون میبینه انگار. ببین یه مقداری اصلا اینکه اولا این دکتره میاد بعد بعد دکتر تیمارستانه یا دکتر مثلا دیگه ایه، دکتر مثلا بیمارستانه، چون مثلا نمیگه که مثلا باشو صحبت میکنه چی میکنه، بیشتر معاینه میکنه، یعنی پزشک عمومیه. دقیقا چه پزشکیه؟ پزشک عمومیه که توی اون تیمارستان داره کار میکنه. میدونی یه مقدار تمام اینا مغشوشه. یعنی ببین من اگر جای تو بودم اصلا راوی رو تغییر نمیدادم. یعنی راوی رو تو یه دونه راوی تغییر دادی، یه شخص وارد کار کردی برای اینکه در واقع تویست کار رو ایجاد کنی، برای اینکه ضربه غافلگیری پایانی کار رو ایجاد کنی که مثلا ما بفهمیم کلا یه آدم دیوونه بوده و خلوچل بوده و تمام اینا تو ذهنشه. ولی خیلی سخته، خیلی سخته به خاطر اینکه تو الان یه شخصیت جدید وارد میکنی، اون شخصیت هم پردازش فرصت نمیکنی انجام بدی روش و دکتره اصلا معلوم نمیشه کجا میاد، چی کار است، ارتباطش با اینا چیه، معاینه هم را که میکنی معاینه چیه. یعنی میدونی تمام اینا تو ذهن تو هست، تمام اینا تو ذهنت آماده هست و میدونی که هر کدوم از اینا کیان، چی کار میکنن، نقششون چیه. ولی برای من مخاطب تا نگی من نمیدونم، تا نگی من اصلا متوجه نمیشم. وگرنه لازم فرم داستانه بنظر فرم خوبی داشت. یعنی نکن اول داستان شمیم رو میبینه، پرت میشه به آلاله، پرت میشه به ماجرای نجمه، میره سر کار در واقع، بعد دوباره مثلا دوباره پرت میشه به شمیم، یعنی دوباره میاد به شمیم و فرم خوبی داشت. هرچند در این فرم اون صحنه که میره سر کار و باید نمیدونم چی چی کاری پر کنه و اینا یه مقدار اضافه میاد به نظر، چون میدونی مگر اینکه در واقع از اون کارش و اینا یه استفاده‌ای بکنی، فضا سازی کنی، محل کارش رو توضیح بدی، یه ارتباط با همکارش رو توضیح بدی، یه مقدار داستان خوبی بود، بنیمایه خوبی داشت، اما یکم شتاب زده بود. یعنی ببین داستان مثلا اونجایی که مثلا به سراغ آلاله میره، چون فرصت نداشتی یه فقط فلاشبک به گذشته بوده، فوری در لحظه که وارد اتاق میشه به ما اطلاعات راجع به معتاد بودن و ایناش هم میدی، در صورتی که خیلی اطلاعات سریع به ما داده میشه به خاطر که مجبوری دیگه چون یه فلاشبک کلنه. بعد مثلا اون صحنه هایی که مثلا میره سر کارش و از توی مترو صحنه های خوبیه برای شخصیت پردازش، ولی اون شخصیت رو که میره سر کارش و مثلا از کارش برش میاد و اینا فرصت باز نکردی که، یعنی نه اونقدری وقت صرفش کردی که در مورد کارش، در مورد دغدغه‌های کارش، توصیف محیط کارش، ارتباطش با همکارش، همین اون چیزی که سر بیمار این هست صحبت کنی، نه فرصت کردی که ازش چشم بپوشی اون وقت و اون زمان و مثلا صرف شخصیت پردازی
آلاله بکنی یا اون اتفاقای تو مترو بکنی. این یه نکته است که به نظر من داستانهای تو باید حتما بلندتر بشه. خیلی چیزا تو ذهنته اما همشو نمی نویسی، از خیلیاش بیخیال میشی. در صورت داستان کوتاه میتونه آدم وقت زیادی رو صرف حتی محیط کنه، مثلا بگه مثلا سقف رو توضیح بده، دیوارا رو توضیح بده، نحوه نوشتن توضیح بده، دیالوگ برقرار کنه تا به شخصیت ها عمق بده، تا بتونه مخاطب رو در اون محیط همراه کنه. یه نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد فصل خوردن هاست. ببین تو در این داستان به درستی جایی که راوی عوض میشه فصل میدی، خب، و به خاطر اینکه بالاخره اصلا کلن راوی عوض شده دیگه. اما یه سری جاهای دیگه ما با برش‌های زمانی روبرو هستیم که تو فصل نمیدی و میچسبه به هم و یه مدت خنده‌دار میشه. مثلا این آدم داخل مترو یک دفعه بدون هیچ فصل خوردنی سر کاره و اصلا عجیبه برای ما. خب یه دفعه چجوری هم مترو وارد محیط کار شد؟ مثلا یا بعد داستان این باشه که هم مترو پیاده بشه، بعد یه مثلا پیاده یه مسیر رو طی کنه، در باز کنه، نگهبان بهش سلام بده، پله ها رو یکی دوتا بره بالا، منتظر آسانسور مثلا وایسه. یعنی میدونی ما اون مسیر رو با تو بیای، یا اگه میخوای مثلا شورتکات باشه، فصل فصل بخوره و فقط جاهای مهمش رو بولد کنی، باید فصل بخوره. اینکه یه تیکی دفعه نداری و یه جایی غایب میشن شخصیت ها، جایی که لازم ظاهر میشن، این با اصول داستان نویسی نمیخونه. در اصل داستان خوبی بوده ولی این ایراداشو باید حتما برطرف کنی. مرسی ازت. چشم، ممنونم از راهنمایی خیلی خوبتون. قربان شما. خب نفر بعدی، دوستان ببخشید که نت خیلی قطع و وصل میشه دیگه، ما شرایطی که مجبوریم باش سازگار بشیم. خانی نجات مقدم کارش رو برای ما بخونه، بعدش هم که عاطفه اسدی حسن ختام کارگاه خواهد بود. ببخشید که امروز خیلی کارگاه طول کشید، ولی خب دیگه وقتی ما برگشتیم به اون دوران کارگاه و کار کارگاهی و همون برنامه ها و طبیعتاً نیاز هست که زمان بیشتری رو در خدمت شما باشیم. میدونم که خیلی هاتون فردا بعد از سر کار رو حسابی اذیت میشید. خب هانی جان فکر کنم وصل نشد. هانی یه بار دیگه تلاش کنه، حالا بره بیرون بیاد دوباره درخواست بده، من تا موقع خانم اسدی رو میارم بالا. خب خانم اسدی سلام. سلام، دوباره صدای من هست؟ بله بله صدای شما رو داریم. ما فقط اگر یه موقع تا قبل از اینکه شما داستان یا شعر یا ترانه رو شروع کنید، بله، هانی جان اومدن داخل، میوت کنید که ما کار هانی هم بشنویم. بله حتما، به روی چشم. من برای میخواستم که با اجازتون یه ترانه بخونم. بسیار هم عالی، در خدمت شما هستم. متشکرم. بدون سوغاتی رسیدی یه روز، با صلوات و بوی اسفند و دود، با حلقه گل از در اومدی تو، غریبه‌ای که شکل بابا نبود. پیرهن بابا رو پوشیدی ولی بوی نشسته رو تنت فرق داشت. بعضی شبا که مهربون تر بودی، صدای قصه گفتنت فرق داشت. به لب من سرخی خون و دادی، به گونه های مادرم کبودی. زندگی ما دو نفر قشنگ بود وقتی که بالا سرمون نبودی. رزمنده های کوچمون هر کدوم منتظر و دلتنگ برمی گشتند. کاشکی می شد به جای زنده تو استخونات از جنگ برمی گشتند. یا زنده کن کل عروسکامو، یا بچگی هامو به هم پس بده. بازم بزن تو گوشم هم، ما فقط این دفعه بابامو به هم پس بده. صدای خمپاره میاد تو سرت، خونه ما رو مرز انفجاره. میگن که موجی شدی اما بگو جبهه خاکی مگه دریا داره. یادم نمیره مشت تو وقتی که دفتر خاطراتمو میخوندی. کتاب خونمو به هم پس بده، کل کتابایی رو که سوزوندی.
نوار کاستام و ضبط صوتم، هرچی که دوست داشتم و شکستی، پوتین پوشیدی رفتی توی باغچه، نهالی که کاشتم و شکستی، رزمنده های کوچمون هر کدوم منتظر و دلتنگ برمیگشتن، کاشکی میشد به جای زنده تو استخونات از جنگ برمیگشتن، یا زنده کن کل عروسکامو، یا بچگی هامو به هم پس بده، بازم بزن تو گوشم اما فقط این دفعه بابامو به هم پس بده، اون ناخونایی که به زور چیدی شیشه لاکمو به هم پس بده، اونقدر بزرگم که بذارم برم بلیط و ساکمو به هم پس بده. خیلی ممنونم. مرسی مرسی از کار خوبت. من اول یه نکته خوب بگم، بعد یه نکته کوچیک ریزم بگم. اولا اینکه من جسارتت تو انتخاب موضوع، همیشه چه داستان می‌نویسی، چه ترانه، چه شعر، هر قالبی انتخاب می‌کنی، همیشه واقعا ستایش می‌کنم. خب ما ترانه زیاد شنیدیم، یا ترانه‌هایی هستن که خب نمیرن سراغ مثلا سوژه‌هایی مثل جنگ و جبهه و مثلا جنگ 8 ساله ایران عراق و اینجور موضوع، معمولا بچه روشنفکر نمیرن. اون دوستانی هم که میرن یک نگاه ستایشوار، حتی در ضمن مثلا وقتی که دارن مشکلات رو میگن، غمها رو میگن، یک نگاه بسیار ستایشوار به جنگ و کسانی که به جنگ رفتن دارن. و خب تو کار تو به نظر من کار خیلی خوبی بود. تو در میای راوی رو کسی انتخاب میکنی، به نظرم راوی خوبیه که بچه اون آدمه. این بچه حتی گاهی احساساتی داره که به قول معروف ما ناجوانمردانه است، احساساتی داره که بیرحمانه است. در واقع خیلی وقتا به خودش حق میده که اون آدمو مرده ببینه تا اون آدم و مریض و داغون. و خب شاید خیلی این احساس وحشتناک باشه، احساسیه که خیلی از ماها از گفتنش، از بیانش تفره میدیم. یعنی خیلی از ماها وقتی که مثلا یه عزیزی داریم که در بستر بیماریه و رنج میکشه و رو به مرگه و هیچ امید بهبودی هم نداره، باز هم سعی میکنیم این حسی که دلمون میخواد اون بمیره و راحت بشه در خودمون خفه کنیم، و اگرم چه این حسی میکنیم خودمون رو سرکوب میکنیم، خودمون رو در واقع حتی سرزنش میکنیم. حالا این کار بیاد در واقع نه فقط به خاطر اینکه اون شخص از درد راحت بشه، خیلی خودخواهانه باشه، در واقع به خاطر آزارهایی که دیده از اون کس قضاوتش کنه، زیر سوالش ببره، اون فداکاری های اون آدم اصلا در نظر نگیری، یه بچه باشه که مثلا بخواد در واقع اون به قول معروف یه بابا بخواد، یه بابایی که خوب باشه و اصلا براش مهم نباشه که اون بابا به خاطر چی به این روز افتاده. به نظر من سوژه و راوی بسیار بسیار مناسب انتخاب شده بود. اما یه نکته در مورد ترانه بهت بگم، حالا غیر از این که کار به عنوان شعر محاوره که خب بحثش جداست، ولی به عنوان یه ترانه خیلی بلند بود برای اجرایی شدن و شاید مثلا یه مقدار کوتاه‌تر اگر میشد کار، قابلیت اجرایی تو این زمانه که میگم موزیک ها متاسفانه بیشتر از 5 دقیقه و حتی بیشتر از 4 دقیقه نیستن، خب خیلی سخت جا کردنش. یعنی اکثر میگم خواننده‌ها کارهای کوتاه‌تر رو بیشتر میپسندن. اما یه نکته میگم، روی جاهایی که تقلیل صورت نمیدادی، خیلی بعضی جاها من احساس کردم چون کار ترانه است دیگه باید اجرا بشه، خواننده خیلی کار دشواری خواهد داشت. مثلا اون سطر آخر، همون به زور رو بخون، همون تیکه آخر رو، اون ناخونایی که به زور چیدی شیشه لاکمو به هم پس بده. میدونی این ناخون مثلا بعد باشه اون ناخونایی که به زور چیدی، میدونی به زور چیدی، میدونی تو شعر درسته، وزنش کامله خب، ولی مثلا یه خواننده بخواد بخونه یا بعد به ره یه حرکت کوچیکی بده، دیدی مثلا خواننده سنتی میخونن زوامی که برخواست
تو مشکل نشینت به این تشکیه حرکت میدن برای اینکه بتونن راحت بخونن، برای اینکه دو تا حرف ساکن براشون قرائتش یه مدار مشکله. خب شاید یه خواننده الان بتونه روی یه ملودی بذاره که یا آهنگسازی که کاملا به زورم خوب بگه و خوب بگه، ولی معمولا خیلی وقتا تو همیشه این کار رو به صورت آواز بخون برای خودت. بعضی موقع ترانه لحاظ وزنی از لحاظ موسیقی کاملا درسته، ولی وقتی میخوای تو آواز بخونی میبینی که اینجا مثلا تحریر زدنش مشکل داره، اینجا مثلا دو تا حرف که به هم رسیدن یه مقدار تنافر آوایی دارن و سخت اداشون. این چیزها رو برای ترانه شو داری میبینم که داری حرفه‌ای ترانه کار میکنی، حتما دقت کن. میگم البته که نمیخواد اینجا تغییر بدی، یا یعنی میگم یه دفعه دیگه آهنگسازی پیدا شو اتفاقا اونجا رو با یه مکس با یه در واقع قطع شدن موسیقی خیلی خوب در واقع اجرا کنی، یا با یه تحریر قشنگ مثلا رو زور مثلا اومد مثلا خوب اجراش کرد و اتفاقا زیباتر از کار در اومد. این یه توصیه برای کارهای بعدی که همیشه میگم وقتی ترانه میگی با آواز بخون و به اجرا فکر کن. مرسی ازت، ممنونم، باید کار خوبه. ممنون از صحبت ارزشمندتون. قربان هانی جان، ما در خدمت شما هستیم به عنوان حسن ختام امروز کارگاه، در خدمتیم. هانی جان ما صدات رو نداریم متاسفانه. الان صدات هست؟ الان صدام هست؟ آره الان صدات هست، در خدمتیم. بخون برامون که استفاده کنیم. مرسی، متشکر، ممنون. فضای شهر پر از طعم و بوی آزادی است، دوباره عشق در اینجا نمادی از شادی است. به هر کجا سفر می کنم چه خوشحالند، تمام مرد و زن از هر نژاد می خوانند. ترانه های شعاری که اعتراضی بود، نگاه مردم از این انقلاب راضی بود. درون قلب جوانان که پر شد از امید، و هیچ مرد و زنی هم نبود در تبعید. شروع سال جدید است و غصه ها تحریم، و هیچ روز عزایی نمانده در تقویم. شکوفه های درختان سیب و آلوچه، بساط بوسه چه داغ است توی هر کوچه. دوباره موی زنان توی باد می رخصد، همیشه آخر غم خنده هست در مقصد. ممنونم استاد از وقتی که بهم دادین. مرسی، مرسی هانی جان، ممنونم از تو و کار زیبایی که برای ما خوندی. من یه نکته در مورد کارت بگم. خب کار خیلی خوبی بود، مخصوصا با این روزها و اتفاقات این روزها بسیار همراه بود و پر از امید، پر از حس خوب. فقط هانی، اولا تو، من یه چیز به ذرس قاطع بگم که نسبت به دوره قبلی کارگاه، نسبت به کارهای گذشتت، بسیار بسیار کارهات بهتر شده. یعنی تسلطت به وزن، به قافیه، به تکنیک های شعری، به دوگانگی زبان، یعنی عدم دوگانگی زبان، همش عالی شده. ولی هنوز هم یه مسیری دارید دقیقا به اون جایی برسی که توان تو هست، نیروی بالقوه تو هست. این شعر البته شاید هم به خاطر موضوعش بود که دغدغه ما هست، دغدغه تلخ ما هست، و شاید ما درگیرش هستیم، و وقتی آدم درگیر یک قضیه هست، درگیر یک انقلاب، یک غم، رنج، شادی، نمیتونه یک کار خیلی عمیقی راجبش بنویسه. کاری که مینویسه معمولا در رو و شعاری میشه یکم. به نظر من کار تو کار خوبی بود، کار کم ایرادی بود، اما تصویر تازه‌ای، نگاه تازه‌ای، کشف تازه اونچنان نداشت. یعنی به قول معروف ایراد خاصی نداشت، اما یه سری از خوبی ها رو کم داشت. پیشنهاد میدم مثلا که خیلی از دوستان کارها رو بعد از اینکه یعنی فاصله میگیرن از ماجرا بنویسن. یه سری کارها خب ما نیاز داریم که با وقایع، با اتفاقات نوشته بشه، اونها لازمه، اما ما یک در واقع شعرها و ترانه هایی هم نیاز داریم که بعد از پایان
یک فاجعه، یک اتفاق، یک شادی، یک حادثه خلق بشن. شما اگر دقت کنید در طول تاریخ، در طول سالهای سالی که گذشته، مثلا ما در جنگ هایی که در اروپا داشتیم، در زمان جنگ معمولا آثار خب خیلی عجیب غریب و خلاقی نوشته نشدن، اما پس از پایان جنگ مثلا جریانی مثل دادائیست و سورئالیست پس از جنگ جهانی اول رشد کرده، یا مثلا پس از جنگ جهانی دوم، پس از جنگ ویتنام، پس از جنگ کره، همه اینها بستری میشن در واقع اون نگاه نقادانه به جنگ برای خلق آثار زیبایی. خود ما مثلا اگه دقت کنیم، مثلا ایران رو مثال میزنم، ما شعرهایی که در دوره انقلاب سروده میشه سال 57-56 شعرهای خوبی نیست، چه حالا علیه مثلا انقلاب 57 چه در دفاع از انقلاب 57، اکثرا رو و شعاریه. ولی بعدها که کسانی که شعر میگن راجع به اون اتفاق، چه نگاه عمیق‌تری دارن. در مورد جنگ 8 ساله ایران عراق، فیلم‌ها و شعرها، داستان‌هایی که نوشته شده، ساخته شده، اینها رو به تحقیق کنید. اونهایی که در هنگام جنگ ساخته شدن، نوشته شدن، اکثرا کارهای معمولی هستند. ولی اونهایی که پس از جنگ نوشته شدن، کارهای چه در دفاع چه در حمله، کارهای بسیار عمیق‌تر و تاثیرگذارتری هستند. ما هم حالا میگیم، من خودم هم کسی هستم که این روزا ترانه بسیار می‌نویسم، کار بسیار می‌نویسم و سعی می‌کنم کنار مردم باشم، اما شاید اون اثر هنری که جاودانه بشه و بخواد بمونه بعد از حالا پیروزی انقلاب، بعد از هرچی، و بعدن با یه نگاهی به پشت سر، یه نگاه تلخی که کورت وونگات در واقع هم توصیف میکنه به نگاه زن لوت که باعث شد به توده ای از نمک و شن تبدیل بشه، اون مثلا شاید بتونه اون تأثیر رو بذاره و اون شاهکار ما باشه. این یه نکته بود که به ذهنم رسید که خدمت همه دوستان عرض کنم. مرسی که در کنار ما بودید، مرسی که امروز تا این موقع از شب که میدونم تو ایران بسیار دیر وقته، یعنی از ساعت 1 صبح هم رد شده، در کنار ما نفس کشیدید. چهارشنبه بعدی هم منتظر شما هستم، مثل همیشه با یه گفتگو با یه هنرمند دوست داشتنی، بعدش با کارگاه ادبی و شعر و داستان و ترانه. مرسی از همه عزیزانی که امروز کار خوندن، کتاب معرفی کردن. شبتون بخیر باشه. بازم ممنونم که در کنار من هستید. با همرسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.